ژن خودخواه نوشته یا ریچارد داکینز فصل نهم بخش اول جنگ میان دو جنس نر و ماده وقتی بین والد و فرزند که پنجاه درصد جن همدیگر را دارند تضاد منافع وجود دارد تضاد بین جفت ها که هیچ نسبتی با یکدیگر ندارند تا چقدر میتواند شدیدتر باشد تنها چیز و مشترک آنها پنجاه درصد سهم جنیست که در فرزند مشترکشان دارم از آنجا که هم پدر و هم مادر به موفقیت نسبی که در آن بچه مشترک دارند علاقمند هستند، همکاری در بزرگ کردن او به سود هر دوی آنهاست اگر یکی از آنها با کوتاهی در سرمایه گذاری مساوی از امکاناتش خود را کنار بکشد چندان ضرر نمی کند زیرا می تواند با مایه گذاشتم برای بچههایی که از شریک های جنسی دیگر پیدا می کند جنهای خودش را منتشر کند. بنابراین می شود اینطور در نظر گرفت که هر فرد سعی دارد از طرف دیگر سوء استفاده کند و او را به سرمایه گذاری بیشتر وا دارد. در مطلوب ترین حالت آنچه یک فرد می خواهد منظورم لذت جسمی نیست گرچه این هم ممکن است باشد. این است که با بیشترین تعداد از اعضای جنس مخالف آمیزش و سپس آنها را ترک کند و بگذارد او بچه ها را بزرگ کند. همونطور که خواهیم دید این وضعیت در مورد نرهای بعضی گونه ها دیده می شود. اما در برخی گونه های دیگر نرها مجبورند بخشی از بار سنگین پرورش بچه ها را به دوش بکشند. این برداشت از شراکت نر و ماده به عنوان رابطه‌ای که در آن سوء استفاده و عدم اعتماد دو جانبه است به ویژه مورد تاکید تریورز بوده است این موضوع از نظر رفتارشناسان بحث نسبتاً جدیدی است قبلا تصور ما از رفتار جنسی، آمیزش و معاشرت قبل از آن معمولا یک همکاری با منافع دو جانبه و حتی به خاطر صلاح گونه ها بود. بیایید یک راست برگردیم به اصل مطلب و ذات اصلی نر بودن و ماده بودن را مورد بررسی قرار دهیم در فصل سوم درباره جنسیت صحبت شد بدون اینکه به عدم تقارن اساسی آن اشاره شود پذیرفتیم که بعضی حیوانات نر و بعضی دیگر را ماده مینامیم بدون اگه بپرسیم در واقع معنی این واژه ها چیست خب جوهره نر بودن چیست مفهوم ماده در اصل چیست؟ برای ما که از پستاندارانیم جنسیت با همه نشانگان خاص خود داشتن آلت تناسلی نر، زایمان، شیر دادن از قده مخصوص بعضی ویژگی های کروموزومی و غیره تعریف می شود این ضوابط برای تعیین جنس فردی که پستاندار است به کار می آید. اما برای کل جانوران و گیاهان چندان معتبر نیست مثل این است که از شکل شلوار یک انسان بخواهیم در مورد جنسیت او اظهار نظر کنیم به عنوان مثال در قورباغه در هیچ یک از دو جنس آلت تناسلی خاصی وجود ندارد شاید در آنجا واژه نر و ماده دیگران مفهوم عام خود را نداشته باشد البته اینها واجه اند و اگر در توصیف قورباغه به درد نخورند به راحتی میتوانیم از خیرشان بگذریم اگر دوست داشته باشیم می توانیم به صورت قراردادی قورباغه ها را به جنس یک و جنس دو تقسیم کنیم اما یک ویژگی اساسی در جنسیت است که می شود آن را در همه گیاهان و جانوران مبنای جدا کردن نر و ماده از هم قرار داد و برچسب نر بودن را رو روی نر و برچسب ماده بودن را رو روی ماده زد و آن این است که سلول جنسی یا زامه های نر خیلی ریزند و پرشمارتر از زامه های ماده است. این امر هم در مورد گیاهان و هم در جانوران صادق است. یک دسته از افراد سلول های جنسیشان درشت است و راحت تر این است که آنها را ماده بنامیم. گروه دیگر که به خاطر راحتی نر مینامیم سلول‌های سلول های جنسیشان ریزتر است. این تفاوت به ویژه در خزندگان و پرندگان آشکار است. در آنها هر تخم یک سلول بزرگ است آنقدر بزرگ و سرشار از مواد مغذی که میتواند چند هفته غذای یک نوزاد در حال رشد را تأمین کند حتی در انسانها که تخمک با میکروسکوپ دیده می شود باز هم بارها از اسپرم درشتر است همونطور که خواهیم دید شاید بتوانیم تمام تفاوتهای دیگر بین این دو جنس را ناشی از این تفاوت اساسی بدانیم در بعضی زیست مندان ابتدایی مثلا بعضی قارچ ها نوعی تولید مثل جنسی رخ می دهد ولی نر بودن و یا ماده بودنی ملاحظه نمی شود. در نظامی که به جور زامی مشهور است افراد به دو جنس قابل تفکیک نیستند. هر کدام می تواند با یکی دیگر بیاموزد. این طور نیست که دو نوع متفاوت زامه یعنی اسپرم و تخمک وجود داشته باشد بلکه همه سلول های جنسی مانند همند و جرزامه نامیده می شوند. از لقاه دو جرزامه افراد جدیدی تشکیل می شوند که هر کدام با تقسیم میوزی ایجاد شدند. اگر سه جرزامه A, B, C داشته باشیم، A می تواند با B و C بیا می و B می تواند با A و C بیا می در نظام های جنسی عادی هرگز چنین وضعیتی وجود ندارد. اگر A اسپرم باشد و بتواند با B و C بیا می آن وقت B و C باید تخمک باشند و نمی توانند با هم ترکیب شوند. وقتی دو جور زامه ترکیب می شوند، هر دو به تعداد مساوی ژن و همچنین مقدار برابری از زخیره های غذایی را در فرد جدید به شراکت می گذارند. اسفرم و تخمک هم تعداد مساوی ژن را به شراکت می گذارند، اما تخمک از نظر مواد غذایی سهم خیلی بیشتری در این شراکت دارد. در واقع اسفرم مثلا نقشی ندارد. فقط با سعی و تلاش چه بیشتر ژن را به یک تخمک میرساند بنابراین در لحظه باروری سهم شراکت پدر در این سرمایه کمتر از یک مشارکت عادلانه یعنی پنجاه درصد است از آنچه که اسپرما بسیار ریزند و هر نر در روز میتواند میلیونها از آن را بسازد پس بالقوه می تواند در زمان بسیار کوتاهی تعداد بیشماری فرزند با استفاده از ماده های متفاوت تولید کند چون در هر مورد مادر غذای کافی برای جنین تأمین می کند بنابراین این وضع تعداد بچه هایی را که یک ماده می تواند داشته باشد محدود می کند اما تعداد بچه هایی که یک نر عملا می تواند داشته باشد نامحدود است و از اینجا داستان بهرهگیری از ماده شروع می شود پارکر و همکارانش نشان دادند چگونه تکامل این عدم تقارن می تواند ناشی از یک وضعیت جرزامی اولیه باشد در ایامی که همه سلول های جنسی کم و بیش هم اندازه بودند و به جای هم به کار می رفتند بعضی سلول ها به طور اتفاقی کمی درشتر از بقیه بود از بعضی نظرها یک جرزامه درشت به جرزامه ریز برتری داشت زیرا جنین خود را با ذخیره غذایی بیشتر تغذیه میکرد و بنابراین شروع خوبی را برای آن رقم می زد. به این ترتیب احتمالا روند تکامل در جهت جرزامه های درشتر پیش رفت اما اشکالی در بین بود تکامل جرزامه های درشتر از حد لازم راه را برای بهرهجویی خودخواهانه از آنها باز می کرد. آنهایی که جرزام کوچکتر از حد متوسط تولید می کردن می از این وضع به نفع خود استفاده کنند. البته در صورتی که مطمئن می شدن کوچکشان با آن جرزامی بزرگ ترکیب می شود و این با واداشتن جرزامی ریز به جابجایی به جایی و پر جنب و جوش در جستجوی جرزامی درشت مقدور می شود. فردی که جرزامی ریز و با حرکت سریع می این امتیاز را داشت که تعداد زیادی از آنها را بسازد و در نتیجه تعداد فرزندان بلقوهش بسیار زیاد باشد انتخاب طبیعی به تولید سلول های جنسی که کوچک و سریع در جستجوی جرزامه درشت و پیوند به آن بودند برتری داد بنابراین ما می توانیم دو راهبرد تکاملی جنسی جداگانه را در نظر بگیریم یکی راهبرد صادقانه با سرمایهگذاری زیاد است وجود این راهبرد راه را برای یک راهبرد منفعت طلبانه با سرمایه کمتر باز کرد این راهبرد در پیشروی در مسیر خود از هم فاصله گرفتند و این روند با شدت ادامه یافت آنها که اندازشان متوسط و بینابین بود تنبیه می شدن. زیرا از امتیازات هر یک از آن دو استراتژی یا راهبردهای افراطی تر محروم بودند سوء استفاده گرها اندازه را کوچک و کوچکتر و سرعت حرکت را بیشتر کردند درست به تدریج اندازه درشت و کردند میخواستند میزان رو کاهش سهم سوء استفاده را جبران کنند و چون همواره آن سو استفاده پر جنب و جوش دنبالشان بودند بی حرکت شدند هر درستکاری ترجیح میدهد با یک درست دیگر بیامیزد اما فشار انتخاب طبیعی برای بستن راه سو یعنی نرها ضعیفتر از آن فشاری بود که سوء استفاده برای مرتفع کردن موانع به کار می بستن. زیرا اگر این کار را نمی کردند چیزهای بیشتری را از دست می دادند. بنابراین در نبرد برای تکامل پیروز شدند. درست کارها شدند، تخمک، سو استفاده گرها شدن اسپر. بنابراین به نظر می رسد نرها موجودات بسیار بی ارزشی باشند بر مبنای ساده توجیه مسلحت گونه ها شاید انتظار داشته باشین که تعدادشان کمتر از تعداد ماده ها باشد چون هر نر بر این اساس می تواند آنقدر اسپرم تولید کند که یک حرم سرای دارای صد ماده را بس باشد می شود فرض کرد که در جمعیت حیوانات تعداد ماده در مقابل نر باید صد به یک باشد به شکل دیگر می توان اینطور بیان کرد که برای هر گونه نر بیشتر از یک موجود یک بار مصرف و ماده موجودی با ارزش تر است البته اگر از دیدگاه کلی به یک گونه نگاه کنیم این نظر کاملا صحیح است در یک نمونه افراطی در بررسی در مورد فیل دریایی چهار درصد نرها 88 درصد همه جفت های مورد مشاهده را پوشش میدادند در این موارد و در بسیاری موارد دیگر تعداد زیادی از نر مازاد وجود دارد که احتمالا هرگز در سراسر عمر فرصت جفتگیری نصیبشان نمی شود. اما از جنبه دیگر زندگی نرها عادی است و منابع غذایی جمعیت خود را همانقدر مصرف می کنند که دیگر بزرگسالان آن جمعیت. از دید کسی که به توجیه مسلحت گروه معتقد است این کار اسراف و هدر دادن است احتمالا باید آن نرهای مازاد را انگل اجتماع دانست این فقط یکی از مشکلاتی است که در نظریه انتخاب گروه وجود دارد برعکس آن نظریه ژن خودها در توضیح اینکه چرا تعداد نرها و ماده ها برابرند حتی وقتی که در عمل نرهای تولید مثلگر فقط بخش کوچکی از کل تعداد نرها باشند مشکلی ندارد نخستین بار آر ای فیشر این موضوع را توضیح داد این مسئله که چه تعداد نر و چه تعداد ماده به دنیا می آیم حالت خاصی از یک مشکل در استراتژی والدین است درست همونطور برای والدی که میخواست بقای ژنش را به بیشترین حد ممکن برساند در مورد حد مطلوب اندازی خانواده بحث کردیم اکنون میتوانیم درباره نسبت مطلوب بین دو جنس بحث کنیم آیا بهتر است آدم ژنهای گرانبهای خود را در پسر به ودعی بگذارد یا در دختر؟ بر فرض مادری همه ژنهای خود را در پسرها سرمایه گذاری کرده و بنابراین چیزی به دخترها نداده باشد. آیا در مجموع او در مقایسه با رقیبی که روی دختر سرمایه گذاری کرده در خزانه ژنی آینده سهام بیشتری خواهد داشت؟ آیا از جن ترجیح پسر کم شمارتر یا پرشمارتر از جن ترجیح دختر است؟ فیشر نشان داد که این نسبت در شرایط عادی پایدار و پنجاه پنجاه است برای درک علت آن باید اول کمی از ساز و کار تعیین جنسیت اطلاع پیدا کنیم در پستانداران تعیین جنسیت از نظر ژنی به صورت زیر است همه تخمک ها این استعداد را دارند که به موجود نر یا ماده تبدیل شوند و این اسپرم است که کروموزوم های تعیین کننده جنسیت را می آورد. نیمی از اسپرمایی که توسط مرد تولید می شود، ماده ساز یا اسپرم های X هستند و نیمی دیگر نرساز یا اسپرم های Y هستند. این دو اسپرم به هم شباهت دارند. تفاوتشان فقط از نظر یک کروموزوم است. ژنی که باعث می شود پدری فقط دختر داشته باشد، با واداشتن او به اینکه فقط اسپرم X بسازد، به هدف خود میرسد جنی که باعث می شود مادری فقط دختر داشته باشد کاری می کند که مادر یک اسپرمکش خاص ترشح کند یا جنین های مزکر را سخت کند. ما می خواهیم به چیزی که تعادل یک استراتژی یا راهبرد از نظر تکاملی پایدار یعنی ISS برسیم. گرچه در اینجا حتی بیش از فصلی که در باب خشونت بود کاربرد کلمه راهبرد فقط محض رساندن مطلب است. چون هیچ فردی نمیتواند جنسیت بچهش را انتخاب کند. این امکان انتخاب برای جنها وجود دارد که به این یا آن جنس گرایش داشته باشند. اگر فرض کنیم چنین جنهایی که در خدمت های نابرابر از دو جنسند وجود داشته باشند، آیا ممکن است یکی از آنها در خزانه ژنی پرشمارتر از آلل رقیبی شود که در خدمت نسبت جنسی برابر است؟ فرض کنید در فیل دریایی که قبلا ذکر شد یک ژن جهش یافته بروز کند که باعث شود والدین دختران بیشتری داشته باشند چون در جمعیت آنها کم بوده نر وجود ندارد آن دخترها در یافتن جفت به مشکلی بر نمی خورند و ژن دخترداری منتشر می شود ممکن است بعد در آن جمعیت به تدریج جنسیت به سوی بیشتر شدن و مازاد بودن ماده ها میل کند از دیدگاه نظریه مسلحت ها مشکلی پیدا نمی شود. زیرا چنان که دیدیم فقط چند نر می توانند اسپرم لازم برای همه آن ماده ها را فراهم کنند. بنابراین به ظاهر ممکن است این انتظار پیدا شود که ژن دخترساز آنقدر به انتشار خود ادامه دهد که تعادل نسبت دو جنس به حدی کم شود که چند نر باقی مانده فقط با تلاش بیوقفه خود بتوانند از عهده این همه ماده برایند ولی حالا در نظر بیاورید آن چند پدر و مادری که صاحب فرزند پسرند از چه امتیاز ژنی جانانه‌ای برخوردار میشوند هر کس که سرمایه‌اش را روی پسر صرف کند از این بخت بلند برخوردار است که پدر یا مادر بزرگ فیل آبی زیادی باشد آنها که غیر از دختر تولیدی ندارند به یقین از تعداد کمی نوه محروم نیستند ولی این در مقایسه با امکان ژنی درخشانی که در بروی روی پسرداران گشوده است چیزی به حساب نمی آید بنابراین ژن پسرسازی رو به افزایش می گذارد و پاندول به عقب برمیگردد من برای ساده نشان دادن به حرکت نوسانی پاندول ساعت اشاره کردم در واقع به این پاندول اجازه داده نمی شود در یک طرف یعنی در جهت حاکمیت ماده ها زیاد پیش برود زیرا به محض اینکه نسبت جنس ها نابرابر شود فشار برای داشتن پسر جهت را عوض می کند راهبرد یا استراتژی تولید پسر و دختر به تعداد برابر راهبردی است که از نظر تکاملی پایدار است به این معنا که اگر ژنی از آن تخلف کند بازنده خواهد بود من داستان را از نظر تعداد پسر در مقابل تعداد دختر گفتم ولی این کار برای آسان کردن مطلب بود به شکل دقیق تر باید آن را از نظر سرمایه گذاری والدین بیان کنیم یعنی همه آن غذا و امکانات دیگر را که والدین باید فراهم کنند باید با آن شکل که در فصل قبل دیدیم اندازه گیری شود والدین باید به طور مساوی برای دختر و پسر سرمایه گذاری کنند این معمولا یعنی از نظر تعداد دختر و پسرشان برابر باشد اما اگر امکاناتی که صرف دختر و پسر می شود نابرابر باشد ممکن است نسبت های جنسی نابرابری که از نظر تکاملی پایدار باشد نیز وجود داشته باشد در مورد فیل دریایی سیاست داشتن سه برابر دختر در مقابل یک پسر اما ساختن یک ابرنر از هر پسر با سرمگذاری سه برابر قضا و هر چیز دیگر در او می تواند روش پایداری باشد با صرف سرمایه بیشتر برای پسر و درشت و قوی کردن او والد ممکن است امکانات او را در دستیابی به یک حرمسرا بیشتر کند اما این یک مورد خاص است معمولا سرمایه که برای پسر گذاشته می شود تقریبا به مقدار سرمایه است که برای دختر صرف می شود و نسبت جنس ها از نظر تعداد معمولا یک به یک است بنابراین یک ژن معمولی طی سفر طولانیش در گذر از نسل ها تقریبا نصف عمرش را در بدن نرها و نصف دیگر را در بدن ماده ها می بعضی ژنها اثر خود را فقط در بدن یک جنس نشان می دهند. آن را اثر ژن های محدود به جنس می نامند. ژنی یعنی که طول آلت تناسلی نر را کنترل می کند اثرش را فقط در بدن نرها آشکار می کند اما در بدن ماده هم وجود دارد و ممکن است اثر کاملا متفاوتی در آنها داشته باشد دلیلی نیست که مرد نتواند امکان داشتن آلت بلند را از مادر به ارث ببرد ژن در هر یک از دونو بدن یعنی زن و مرد که باشد انتظار ما این است که بهترین استفاده را از فرصت های موجود در آن بکند. این فرصت ها بسته به اینکه بدن نر یا بدن ماده باشد با هم فرق دارند. برای آسانی کار یک بار دیگر می توانیم فرض را بر این بگذاریم که بدن هر فرد یک ماشین خودخواه است که برای ژنهایش از هیچ کوششی فروگذار نمی کند. برای چنین ماشین خودخواهی اگر نر باشد بهترین سیاست یک چیز است اگر ماده باشد چیز دیگر و کاملا متفاوت برای گفتن کوتاه سخن ما بار دیگر قرار میگذاریم از افراد طوری صحبت کنیم که انگار آگاهانه هدفی را در نظر دارند همانطور که قبلا این کار را کردیم در پس ذهن خود میدانیم که کلمات را به بازی گرفته ایم در واقع هر بدن ماشینی است که ژنهای خودخواهش آن را کورکورانه برنامه ریزی کرده است بار دیگر آن جفتی را که در ابتدای فصل گفتیم در نظر بیاورید هر دو شریک به عنوان ماشین خودخواه میخواهند تعداد دختر و پسرهایشان برابر باشد تا اینجا با هم مشکلی ندارند جایی که به اختلاف برمیخورند این است که چه کسی بار اصلی بزرگ کردن هر یک از بچه ها را به دوش بکشد هر فرد میل دارد تدل امکان تعداد بیشتری بچه داشته باشد هرچه مقدار سرمایه او روی یک بچه کمتر باشد میتواند تعداد آنها را بیشتر کند معلوم است راه رسیدن به چنین وضعیت این است که شریک جنسی خود را ترغیب کند تا بیش از سهم خود برای بچه ها سرمایه گذاری کند و خودش را آزاد بگذارد که از شریک های جنسی دیگر بچه های دیگری داشته باشد این راه برای هر دو جنس راهبرد مطلوبی است اما نیل به آن برای ماده مشکل تر است چون مادر در ابتدا با یک تخم بزرگ پر از مواد غذایی سرمایه گذاری بیشتری می کند و از همان لحظه لقا مایه بیشتری به نسبت پدر می گذارد اگر آن بچه بمیرد او خیلی بیشتر از پدر ضرر می کند و مهمتر اینکه بعد از این هم او باید بیشتر از پدر مایه بگذارد تا بچه دیگری را به سن آن بچه برساند اگر او بچه را به امید پدر میگذاشت و خودش با نرهای دیگر سرگرم میشد ممکن بود پدر با هزینه نسبتا کمی برای خود تلافی کند و بچه را به امان خدا رها کند بنابراین دست کم در مراحل اولی رشد بچه اگر قرار به گذاشتن و رفتن باشد احتمالا این پدر است که مادر را میگذارد و میرود نه برعکس به همین ترتیب نظر می رود ماده بیش از نر برای بچه سرمایه گذاری کند نه فقط در بد و امر بلکه در سراسر دوران رشد به این ترتیب برای مثال در پستانداران این ماده است که جنین را در بدن خود می پرورد. شیر درست می کند که بچه بعد از به دنیا آمدن بخورد و زحمت بزرگ کردن او را به گردن می گیرد. جنس ماده مورد بهره برداری واقع می شود و از نظر تکاملی بنیان این سوء استفاده بر این واقعیت بنا شده که تخمک از اسپر درشتر است البته در گونه های زیادی پدر سخت کار می کند و با مهربانی و بردباری از بچه مراقبت می کند. با این حال باید این انتظار را داشت که به طور معمول فشاری روی نرهاست که برای هر بچه کمی کمتر مایه بگذارند و سعی کنند از ماده های دیگر بچه های دیگر داشته باشند. منظورم این است که ژنی در خزانه ژنی موفق به حساب می آید که در او این تمایل باشد که بگوید بعدم اگر نر هستی کمی زودتر از اینکه آلل رقیب من مجبورت کند و خود را رها کن و دنبال ماده دیگری برو دامنه این فشار تکاملی در گونه های مختلف بسیار متفاوت است در بسیاری مثلا مرغ بهشتی اصلا هیچ کمکی از طرف نر به ماده داده نمی شود او به تنهایی بچهایش را بزرگ می کند. گناه دیگری مانند کیتی ویک ها با تک همسری پیوند های بسیار وفادارانه برقرار می کنند و هر دو شریک در بزرگ کردن بچه ها همکاری دارند. در اینجا باید فرض را بر این بگذاریم که جریانی در جهت مخالف فشار تکامل وجود دارد. آن چیست؟ باید برای راهبرد سوء استفاده از شریک جنسی علاوه بر منفعتی که همراه آن است یک نوع مجازات هم مقرر شده باشد و در کیتیویک این مجازات بر آن منفعت می چربد. در هر صورت برای پدر فقط در صورتی به صرفه است که زن و بچه را رها کند که آن زن به احتمال زیاد بتواند به تنهایی بچه را بزرگ کند. تریور صورت های مختلفی از واکنش یک مادر رها شده را در نظر گرفته است. بهترین کار برای او این است که نر دیگری را بفریبد و بگذارد او بچهش را بزرگ کند و فکر کند بچه خودش است. اگر بچه هنوز به دنیا نیامده باشد این کار زیاد مشکل نیست. البته با اینکه بچه نیمی از ژن آن مادر را دارد از ژن آن پدر گول خورده چیزی در او نیست. انتخاب طبیعی این گول خوردن در نرها را به شدت مجازات می کند و در واقع نرهایی را ترجیح می دهد که سعی می کنند هر فرزند خانده بلقوهی را که درون همسر جدیدشان است از بین ببرند به احتمال زیاد این توجیه همان پدیده است که اثر بروس نام دارد موشهای نر یک ماده شیمیایی ترشح می کنند که وقتی به مشام ماده باردار برسد جنینش را سخت می کند ولی فقط در صورتی جنین سخت می شود که آن بو با بوی جفت قبلیش فرق داشته باشد به این ترتیب موش نر فرزندخانده بلقووش را میکشد و موجب میشود جفت مادهش فقط پذیرای پیشروی های جنسی او باشد جالب اینکه آردری اثر بروس را ساز و کار برای کنترل جمعیت به حساب می آورد. یک مثال مشابه این شیرهای نر هستند که وقتی وارد یک گله جدید می شود گاهی شیرهای کوچک را می کشن. شاید به خاطر اینکه بچه خودشان نیست. نر می تواند بدون اینکه لزوما فرزند خوانده ها را بکشد به همان نتیجه برسد می تواند با قرار دادن یک دوره طولانی آشنایی قبل از آمیزش با ماده همه این نرهایی را که به او نزدیک می شوند دور کند و مانع گریز او از خود شود به این ترتیب می تواند صبر کند و ببیند آیا او در زهدان خود از کس دیگر بچه ای دارد و اگر چنین بود رهایش کند ما در پایین خواهیم بید چرا ممکن است یک ماده طالب این باشد که یک دوره طولانی نامزدی قبل از آمیزش داشته باشد نر هم به دلایلی تواند خواستار چنین چیزی باشد به شرطی که ماده را از همه نرهای دیگر دور نگه دارد می تواند از اینکه نادانسته بانی خیر شود و بچه ی نر دیگری را بزرگ کند جان سالم به در ببرد اگر آن ماده تنها مانده نتواند نر جدیدی را فریب دهد که بچهش را بپذیرد آن وقت تکلیف چیست بیشتر به سن بچه بستگی دارد اگر تازه نطفه بسته شده باشد در واقع درست است که او یک تخمک تمام و شاید چیزی بیشتر را سرمایه گذاری کرده باشد ولی هنوز برایش به صرف این است که جنین را سخت و هرچه زودتر جفت جدیدی پیدا کند در این شرایط برای هر دو طرف او و شوهر جدید بالقوهش این بهتر است که بچه سخت شود چون ما فرض را بر این گذاشتیم که امیدی نیست او بتواند نر را فریب دهد تا بچه را بپذیرد این توضیحی است برای اینکه چرا اثر بروس از نظر ماده ها کارآمد است انتخاب دیگری که ماده میتواند داشته باشد این است که جان خود را در کف دست گیرد و به تنهایی بچه را بزرگ کند این مخصوصا وقتی بچه بزرگ باشد به صرفه است هر چه بچه بزرگتر باشد یعنی سرمایه که تا کنون صرف او شده بیشتر است و نیاز به سرمایه کمتری است تا کار پرورش او به انجام برسد حتی اگر هنوز کاملا کوچک باشد شاید باز برای مادر این به صرفه باشد که سعی کند همان چیزی را که در ابتدا سرمایه گذاری کرده جمع و جور کند حتی اگر مجبور شود در این وضعیت که شوهر او گذاشته و رفته است برای تأمین غذای آن بچه دو برابر کار کند این برای آن زن تا حدی ناخوشایند است که نیمی از ژنهای فرزندش متعلق به آن نر است و میتواند با رها کردن بچه از او انتقام بگیرد اما کینتوزی فایده ای ندارد حالا نیمی از جنها و تمام مشکل بچه از آن اوست عجیب این که شاید یک سیاست معقول برای مادهی که در معرض خطر تنها رها شدن است این باشد که جلوتر از نر دست به کار شود و از پیش نر برود این میتواند به نفش باشد حتی اگر تا آن موقع او بیشتر از نر برای بچه مایه گذاشته باشد حقیقت ناخوشایند این است که در برخی شرایط شریکی که قبل از طرف مقابل میگذرد و میرود چه مادر باشد چه پدر امتیازی دارد. به نام گفته تریورس شریکی که ترکش کرده اند در مخمسه ای آزار دهنده گیر میافتد. این یک بحث ترسناک ولی بسیار ظریف است. می شود تصور کرد شریکی را که لحظه ای با خود بگوید این بچه حالا به قدر کافی بزرگ شده که ما هر کدام به تنه بتوانیم از او نگهداری کنیم بنابراین به نفع من است که حالا بگذارم و بروم البته به شرطی که مطمئن باشم شریکم بچه رو تنها نمیگذارد اگر من حالا بروم شریک من کاری که به نفع ژنهایش باشد میکند تصمیمی که او باید بگیرد خیلی حادتر از تصمیمی است تصمیم نیست که من گرفتم زیرا شریکم میداند اگر او هم بگذارد و برود بچه از بین میرود بنابراین با فرض اینکه تصمیم شریک خودخواه من به نفع ژنهایش است من به این نتیجه میرسم که بهترین کار این است که اول من او را ترک کنم مخصوصا چون ممکن است شریک من هم این فکر رو من را مرا در سر داشته باشد و شاید هر لحظه در این کار از من جلو بزند مثل همیشه این گفتگوی با خود را برای نشان دادن مطلب آورده ایم. نکته این است که در انتخاب به ژن اول ترک کردن برتری داده می شود. فقط به این دلیل که برای دوم ترک کردن امتیازی نیست ما بعضی از کارهایی را از نظر گذراندیم که ممکن است ماده‌ای که جفتش او را ترک کرده انجام دهد اما در همه آنها این حال و هوا وجود داشت که در شرایط ناگوار بهترین کار ممکن انجام می گیرد. آیا اصلا راهی برای ماده وجود دارد که کمتر مورد سوء استفاده قرار گیرد؟ ماده برگ برنده در دست دارد او میتواند از آمیزش خودداری کند در بازار معامله او خواهان دارد علتش همین است که جهیزیه اش کم نیست تخمکی است پر از مواد غذایی نری که با او جفت می شود به ذخیره غذایی با ارزشی برای فرزند خود دست می یابد ماده در شرایطی است که میتواند قبل از آمیزش کاملا نرخ خود را بالا ببرد بعد از جفت شدن برگ برندش روح شده است تخمک را به نر تحویل داده است می توانیم در مورد شرایط سفت و سخت معامله بسیار صحبت کنیم ولی خوب می دانیم حقیقت هم چیز دیگری است آیا در واقع هیچ چیزی وجود دارد که معادل آن چانه زنی سفت و سخت باشد و توسط انتخاب طبیعی در راه تکامل پیش برود من دو امکان را مورد بررسی قرار می دهم که یکی راهبرد سعادت خانوادگی نام دارد و دیگری راهبرد هیکل مردانه ساده ترین روایت از راهبرد سعادت خانوادگی چنین است ماده نر را برانداز می کند و سعی می کند نشانه ها از وفاداری و دلبستگی او به خانه و زندگی در او بیابد یقینا همه نرهای آن جمعیت از نظر آمادگی برای اینکه شوهر وفاداری بشوند یکسان نیستند اگر ماده ها بتوانند این خصوصیت رو پیشاپیش پیش تشخیص دهند با انتخاب همسری که از آن برخوردار است به نفع خود عمل کردند یک راه برای ماده این است که اول کار مدتی خود را سنگین نگه دارد و ناز و اشفه کند هر نری که صبوری لازم را برای کشیدن ناز او تا رسیدن به زمان رضایت به جفتگیری نداشته باشد احتمالا شوهر وفاداری نخواهد بود. با اصرار روی یک دوره طولانی نامزدی ماده از خواستگاران دیگر خود چشم می پوشد و فقط با آن نری که وفاداری خود را پیشاپیش پیش اثبات کرده آمیزش می کند. ناز و حیای جنس و در واقع در بسیاری از حیوانات دیده می شود. همانطور که قبلا هم دیدیم یک نامزدی طولانی می تواند به نفع مرد هم باشد. چون او را هم از این خطر که بزرگ کردن بچه نر دیگری به گردنش بیفتد میرهاند. مراسم معاشرت قبل از ازدواج اغلب شامل سرمایه های قبل از آمیزش از طرف نر است. ماده ممکن است به آمیزش رضا ندهد مگر وقتی که نر برایش لانه ای ساخته باشد یا او را به اندازه کافی تقضیه کند. البته از نظر آن ماده این کار بسیار خوب است اما روایت دیگری هم از راهبرد سعادت خانوادگی ممکن است وجود داشته باشد آیا ماده می تواند نر را مجبور کند در دوران قبل از آمیزش آنقدر سرمایه گذاری کند که بعد از آن دیگر برایش به صرفه نباشد که بگذارد و برود فکر جالبی است نری که حوصله می کند تا بالاخره ماده راضی به جفتگیری با او شود دارد هزینه ای صرف می کند او از موقعیت آمیزش با ماده های دیگر چشم پوشی و انرژی و وقت زیادی را صرف جلب محبت آن ماده می کند. بالاخره زمانی که اجازه نزدیکی با آن ماده مورد نظرش را دریافت می کند، به ناچار خود را کاملا به او اختصاص می دهد. وقتی می دارد بعد از این هم به هر ماده نزدیک شود، باید همین تشریفات و امروز و فردا کردنها طی شود تا به اصل موضوع برسد، دیگر انگیزه چندانی برای ترک او ندارد. همانطور که در مقاله نشان دادم در اینجا در استدلال تریورز اشکالی وجود دارد او فکر می کند سرمایه گذاری اولیه است که فرد را وادار می کند برای آینده هم سرمایه کند این از نظر اقتصادی بیپایه است هرگز یک اهل تجارت نمیگوید چون قبلا فلان قدر مثلا در یک شرکت هواپیمایی مثل کنکورد سرمایه گذاری کرده هم دیگر نمیتوانم کنار بکشم در عوض همیشه حتی اگر قبلا سرمایه کلانی را صرف کرده باشد میخواهد بداند آیا برایش بهتر از جلو ضرر آینده را بگیرد و از خیر آن برنامه بگذرد به همین ترتیب اینکه ماده ای بخواهد نری را مجبور به سرمایه گذاری زیاد کند به این قصد که او نتواند بعدا خودش را کنار بکشد کار بیهوده است این روایت از راهبرد سعادت خانوادگی به یک فرض مهم دیگر بستگی دارد و آن این که باید اطمینان داشت که اکثریت ماده ها همین روش را در پیش می گیرند. حالا اگر ماده های ای در آن جمعیت باشند که به نرهای جفت رها کرده روی خوش نشان دهند آن وقت برای نرها می که جفت خود را رها کنند مهم نیست چقدر برای بچه ها مایه گذاشته باشند بنابراین بیشتر به این بستگی دارد که رفتار اکثریت ماده ها چطور باشد اگر ما نقش چینی های پنهانی ماده ها را منظور کنیم مشکلی وجود نخواهد داشت اما این نقشه ماده ها از نظر تکاملی بردی ندارد چرا که در فصل پنجم هم دیدیم که راهبرد کبوتر راه به جایی نمیبرد در عوض ما باید دنبال یافتن راهبردهایی باشیم که از نظر تکاملی پایدارند بگذارید از روش تحلیل که مینارد سمیت در مورد رقابت های خشونت به کار برد استفاده کنیم و آن را در مورد نر و ماده به کار ببریم. این قضیه کمی پیچیده تر از مورد عقاب و کبوتر است زیرا ما دو راه برد برای ماده و دو راه برد برای نر خواهیم داشت همانطور که در بررسی مینارد سمیت آمده بود واژه راهبرد به برنامه یک رفتار ناآگاهانه و غیر هدفمند اطلاق می شود دو راهبرد مربوط به معنس ها با حیا ها و هرزه نام دارد و دو راهبرد مذکرها وفادار و هوسباز باز نامیده می شود. این چهار قاعده رفتاری به قرار زیر است ماده باهیا با نری آمیزش نمی کند مگر پس از مدت طولانی شاید چند هفته قبل از آن را به ناز و بازارگرمی گذرانده باشد ماده هرز فوری با هر نری جفت می شود نرهای وفادار حاضرند مدت زیادی به معاشرت قبل از آمیزش بگذرانند و بعد از جفتگیری با آن ماده بمانند و در بزرگ کردن بچه ها یاورش باشند نرهای هوسباز زود حوصلهشان سر می رود. اگر ماده با آنها آمیزش نکنند می دنبال ماده دیگری می افتن. بعد از آمیزش هم مثل پدرهای خوب نیستند که پیش آن ماده بمانند بلکه دنبال ماده های تر و تازه ترند. همانطور که در مورد راهبرد و عقاب و کبوتر بود اینها تنها راهبردهایی ممکن نیستند با وجود این بررسی سرانجام کار تا حدی قضیه را روشن می مانند مینارد ما از یک مقدار دلبخواهی فرضی برای تعیین هزینه ها و منافع استفاده می کنیم. در صورت کلی می شود آنها را با علایم جبری نشان داد ولی فهمیدن اعداد راحت تر است. فرض کنید وقتی بچه ای با موفقیت بزرگ شود بازده جنی برای هر والد او به اضافه پانزده باشد. هزینه بزرگ کردن بچه همه غذایی که خورده همه زمانی که صرف نگهداریش شده و همه خطرهایی که به خاطر او والدش پذیرفته روی هم منهای بیست باشد. این هزینه منفی است را توسط والد پرداخت می شود. هزینه هدر رفتن وقت در دوران طولانی نامزدی هم منفی است. آن را هم منهای سه واحد در نظر بگیریم. فرض کنید جمعیتی داریم که در آن همه ماده ها با حیا و همه نرح و وفا دارند. این یک جامعه تک همسری مطلوب است. در هر زوج متوسط بازدهی نر و ماده برابر است. هر بچه که بزرگ کنند برای آنها به اضافه پانزده امتیاز دارد. هزینه پرورش منهای بیست بین آنها مساوی تقسیم می شود و برای هر کدام منهای ده است. هر دوی آنها برای تلف کردن وقت در دوره طولانی نامزدی با امتیاز منهای سه مجازات می شود. بنابراین به طور متوسط بازده هر کدام می شود به اضافه 15 منهای 10 منهای 3 مساویس با به اضافه 2 حالا فرض کنید یک ماده مجرد هرزه وارد جمعیت شود کاروبارش خوب خواهد بود هزینه ای برای معطلی نمی پردازد زیرا اهل نامزدی طولانی نیست از آنجا که همه نرهای جمعیت با او با هر کس که جفت شود پدر خوبی برای بچه هایش پیدا کرده است متوسط بازده او برای هر بچه پانزده منهای ده مساویس با به اضافه پنج سه امتیاز از رقیبان با حیای خود پیشتر است بنابراین ژن هرزه بودن سریع پخش می شود اگر موفقیت ماده های هرزه چنان زیاد باشد که حاکمیت فراگیر به دست ایشان بیفتد در اردوگاه نرها هم اوضاع تغییر می کند تا اینجا نرهای وفادار یک امتیاز انحصاری داشتند اما حالا اگر یک نر هوس باز در آن جمعیت پیدا شود کاروبار او بهتر از رقیبان با وفایش خواهد بود در جمعیتی که ماده های آن همه هرزند، یک نر هوس باز مورد زیادی برای انتخاب دارد اگر بچه ای با موفقیت بزرگ شود به او به اضافه 15 امتیاز می رسد بدون اینکه هیچ یک از این دو هزینه دیگر را پرداخته باشد در کل نپرداختن آن دو هزینه برای او به این معنی است که آزاد است فرار کند و با ماده های جدیدی روی هم بریزد هر یک از زوجهای نامراد او تنهایی با بچه خود سر و کله می و همه هزینه منهای 20 آن را میپردازند. هرچند از او هم بابت اطلاف وقت دوره نامزدی امتیازی کم نمی شود. ماده هرزه که با مرد هوسباز جفت شود بازدهش پانزده منهای بیست مساوی منهای پنج خواهد بود. بازده خود آن هوسباز به اضافه پانزده است. در جمعیتی که همه ماده ها هرزه اند جنهای نرهای هوسباز مانند آتش سرکش سریع پخش می شوند. اگر آن هوسبازها آنقدر با موفقیت زیاد شوند که در بخش نرهای جمعیت به حاکمیت برسند زنان هرزه در بد مخمسه خواهند افتاد و هر ماده با حیایی امتیاز بارزی خواهد داشت اگر یک ماده محجوب به مرد حوزبازی بر بخورد حاصل کار هیچ است ماده روی نامزدی طولانی پافشاری می کند نر حوصله نمی کند و دنبال ماده دیگری می رود هیچ کدام هزینه اطلاف وقت را نمی پردسند. به هیچ کدام هم چیزی نمی رسد چون بچه ای تولید نشده است به این ترتیب در جمعیتی که نرهایش همه عوض بازند امتیاز ماده باهیا صفر است ممکن است صفر عددی به شمار نیاید ولی از منهای پنج بهتر است که میانگین امتیاز برای ماده های حرزه است حتی اگر ماده هرزه تصمیم بگیرد بعد از اینکه جفت حوسبازش او را رها کرد بچهش را ترک کند با وجود این به اندازه یک تخمک گرانبها ها هزینه کرده است. بنابراین در آن جمعیت جنهای با دوباره رو به افزایش می گذارد. برای تکمیل این چرخه فرضی وقتی تعداد ماده های آنقدر زیاد شود که فراگیر باشند نرهای بیبند که با ماده های بیغید و بند ایام را به خوشی می کم کم احساس می کنند در مزیقه هم. ماده یکی بعد از دیگری اصرار به نامزدی طولانی دارند و نرهای هوسباز از مادهی به مادی دیگر پناه میبرند و همه جا جو جواب یکی است وقتی همه ماده ها با باشند بازدهی خالص برای نر هوسباز صفر است ولی اگر تنها یک نر با وفا پیدا شود او تنها کسی است که ماده با با او میآمیزد بازده خالص او به اضافه دو و بهتر از بازده مردان هوسباز است بنابراین ژنهای وفاداری رو به افزایش میگذارد و به این صورت چرخه ما کامل می شود. همانطور که در تحلیل کردی دیدیم این داستان را طوری تعریف کردم که انگار یک نوسان بیپایان است اما باز مثل همان مورد می توان نشان داد که نوسانی در کار نیست این نظام به سوی یک وضعیت پایدار میل می کند اگر محاسبه را انجام دهید معلوم می شود جمعیتی که پنج ششم آن را ماده های باهیا و پنج هشتم آن را نرهای وفادار تشکیل دهند از نظر تکاملی با ثبات است البته این محاسبه فقط برای آن اعدادی است که ما در ابتدا به صورت قرارداد تعیین کردیم اما به راحتی می شود برای هر فرض دل بخواه دیگر نیز نسبت پایدار را به دست آورد لزومی ندارد که دو نوع ماده متفاوت و دو نوع نر متفاوت را در نظر بگیریم در تحلیل های مینارد سمیت همچنین نبود اگر هر نر را در پنج هشتم از زمان وفادار و بقیه را حوسباز و هر ماده را در پنج ششم از زمان با حیا یک ششم آن هرزه در نظر بگیریم اس به همان اندازه پایدار خواهد بود این اس را به هر شکل در نظر بگیریم چنین مفهومی دارد برای اعضای هر یک از دو جنس هر گرایش به انحراف از آن نسبت مناسب با ایجاد یک تغییر بدی در نسبت راهبردی جنس مقابل مورد تنبیه قرار می گیرد که آن هم به نوبه خود آن ضرر را به منحرف شونده اولیه برمیگرداند بنابراین آن وضعیت پایدار حفظ می شود چنین نتیجه بگیریم که هر جمعیتی که عمدتا شامل ماده های باهیا و نرهای وفادار باشد یقیناً در جهت تکامل پیش می رود. در چنین شرایطی راهبرد سعادت خانوادگی واقعا برای ماده ها مفید است لازم نیست که بحث توانی و نقش چینی ماده های باهیا را مطرح کنیم باهیا در واقع برای ژنهای خودخواه یک ماده منفعت محسوب می شود ماده ها به شیوه های مختلف می توانند این راهبرد را عملا پیش ببرند قبلا پیشنهاد کردم ممکن است یک ماده از آمیزش با نری که قبلا لانهای برایش نساخته یا حداقل در ساختن لانه یاور او نبوده از خودداری کند در واقعیت قضیه از این قرار است که در بسیاری از پرندگان تک همسر آمیزه صورت نمیگیرد مگر اینکه لانه ای ساخته شده باشد مفهوم این امر این است که در لحظه جفتگیری آن نر غیر از اسپرم های ناقابل تا اندازه ای از چیزهای دیگر هم مایه گذاشته است. تقاضای ساختن لانه از همسر آینده یکی از راههای موثر است که ماده برای گیرانداختن نر به کار می برد. می شود اینطور به حساب آورد که بر این اساس می تواند هر چیزی باشد که هزینه زیادی روی دست نر بگذارد. حتی اگر آن هزینه مستقیمی برای بچه به دنیا نیامده باشد. اگر تمام نرها را مجبور کنند کار سخت و پرهزینه مثل کشتن اجده یا سعود به فلان را انجام دهند تا اجازه آمیزش را دریافت کنند از جنبه نظری میتواند تواند آن نرم برای ترک کردن ماده بعد از جفتگیری را کاهش دهد هر نری که در فکر ترک جفت خود است و میخواهد با ماده دیگری دست به کار پراکندن ژنهای خود شود این تصور که باید اجدهای دیگری را بکشد او را منصرف میکند اما در عمل احتمال اینکه ماده ها چنین کارهای قرار دادی مثل کشتن اجده ها یا رفتن دنبال جام مقدس را به خواستگارهایشان تحمیل کنند زیاد نیست. به این دلیل یعنی که یک رقیب آن ماده که خواستهایی کم تری داشته باشد به طوری که کار مورد نظر بیشتر به درد خود و بچه هایش بخورد دارای امتیاز است. نسبت به آنهایی که ذهن رمانتیکی دارند و انجام کارهای بیفایده را به نشانه عشق از خواهان خود طلب می کنند. شاید ساختن لانه مانند کشتن اجده یا شنا در تنگی داردانل آشغانه و رویایی نباشد ولی اش از آنها بیشتر است. کاری که قبلا ذکر کردم یعنی غذا گذاشتن در دهان ماده در دوران نامزدی نیست برای ماده خالی از فایده نیست. این کار اغلب در پرنده ماده نوعی بازگشت به دوران کودکی محسوب می شود. او با حالتی مانند یک جوجه پرنده آن را از نر تقاضا میکند این کار را برای پرنده نر خوشایند دانسته به همان ترتیب که برای یک مرد دیدن لبهای قنچه شده یا نوک زبانی حرف زدن یک زن بزرگ دلپسنده است آن پرنده ماده در آن زمان به تمام آن غذای اضافی که میگیرد نیاز دارد زیرا در حال ذخیره سازی تا بتواند تخمهای درشت خود را تولید کند تغذیه ماده توسط نر در دوران نامزدی احتمالا نشان دهنده گذاری مستقیم نر در خود تخم ماست و نتیجهش این است که تفاوت نخستین سرمایه گذاری های دو والد روی بچه را کم کند همچنین بعضی حشرات و ها پدیده تغذیه دوران قبل از آمیزش را به نمایش میگذارند از آنجا که مثل مورد آخوندک نر در معرض این خطر است که توسط جفت خود که درشتر است خورده شود هر کاری که بتواند اشتهای ماده را کم کند به نفع نر است به یک معنای ترساور آخوندک نر بیچاره قربانی فرزندانش می شود به عنوان غذا مورد استفاده قرار می گیرد تا به ساختن تخمایی که بعدا توسط اسپرم های ذخیره شده خودش بارور خواهد شد کمک کرده باشد هر ماده که اهل راهبرد خانوادگی است و فقط نرها را برانداز می کند و سعی دارد پیشا پیش, پیش ویژگی های حاکی از وفاداری را در آنها تشخیص دهد خود را در معرض فریب قرار می دهد. هر نری که خود را یک مرد پابند به خانواده جلوه دهد اما در واقع بر روی گرایش شدید به رها کردن و بیوفایی سرپوش گذارد می تواند از امتیاز زیادی برخوردار شود. اگر زنهای قبلی که او آنها را ترک کرده بتوانند بچه ها را بزرگ کنند آن مرد حوض باز در مقایسه با رقیبی که شوهر و پدری درست کار است ژنهای بیشتری را منتقل میکند. در خزانه ژنی به ژنهای ارجهیت داده می شود که مربوط به مردان گول زن است. انتخاب طبیعی برعکس آن مادههایی را ترجیح میدهد که این فریب را تشخیص دهند. یک راهشان این است که در دوری معاشرت قبل از ازدواج با یک نر جدید کاملا حواسشان جمع باشد اما در فصلهای بعدی زادآوری کاملا آماده پذیرش پیشروی جفت سال قبل باشند این کار خود به خود نرهای تازه کاری را که اولین فصل زاد و ولد خود را تجربه می کنند سر جای خود می نشند چه علگو زدن باشند و چه نباشند. بچههایی که ماده بینوا در فصل اول تجربه خود به دنیا میآورد آورد احتمالا نسبت بالایی از ژنهای پدر بیوفا را خواهند داشت اما در سالهای دوم و سالهای بعد عمر مادران و پدران وفادار دست بالا را دارند زیرا مجبور نیستند دوباره آن مراسم طولانی و پردردسر نامزدی را پشت سر بگذارند اگر اکثر افراد یک جمعیت بچه های مادران با تجربه باشند نه مادران خام یک فرض منطقی در گونه دراز عمر ژن پدر خوب و درستکار بودن در خزانه ژنی آن فراگیر خواهد شد برای اینکه مطلب را ساده کنم من نر را طوری در نظر گرفتم که یا کاملا درست کار است یا کاملا فریب در واقعیت به احتمال زیاد در همه نرها در واقع همه افراد کمی فریبکاری وجود دارد زیرا طوری برنامه ریزی شدن که با بهرهگیری از فرصتها از جفتشان سوء استفاده کنند انتخاب طبیعی توانایی هر شریک را برای یافتن عدم وفاداری در دیگری چنان تیز کرده که به فریبکاری های در مقیاس بزرگ میدان چندانی داده نمی شود. نرها از دقلکاری سود بیشتری میبرند تا ماده ها. و ما باید این انتظار را داشته باشیم که حتی در گونه هایی که نرد و حدی ایثارگری پدرانه بروز می دهد، تمایل او به کار کردن کمی کمتر از گرایش ماده ها با آن باشد و آمادگیش برای در رفتن کمی بیشتر از ماده ها باشد. این حالت در پرندگان و پستانداران وضعیت عادی محسوب می شود. اما گونه هایی وجود دارند که در آنها نر واقعا بیشتر از ماده برای نگهداری از جوجه کار می کند. در میان پرندگان و پستانداران چنین مواردی از التاف پدری به طور استثنایی کم است اما در میان ماهیان این وضعیت بیشتر دیده می شود علت چیست؟ این یک چالش برای نظریه ژن خودخواه محسوب می شود که مدت ها مرا به فکر واداشته بود اخیرا یک راحل ابتکاری برای آن توسط خانم تر کارلایل پیشنهاد شده است او به صورت زیر از مفهومی استفاده می کند که تریورز آن را به عنوان ظلم بی هدف بیان کرده است. بعضی از ماهی ها آمیزش نمی بلکه فقط سلول جنسیشان را در آب رها می کنند. باروری درون آب آزاد صورت می گیرد نه در بدن یکی از دو شریک. احتمالا تولید مثل جنسی در ابتدا چنین شروع شده است. از طرفی حیواناتی که روی زمین هستند مثل پرنده ها و پستانداران و خزنده ها نمی توانند این نوع باروری خارج از بدن داشته باشند زیرا سلول جنسیشان نسبت به خشک شدن بسیار آسیب پذیرند زامه های یک جنس جنس نر زیرا اسپرما حرکت دارند وارد محیط مرتوب و عضو آن جنس دیگر ماده می شوند تا اینجا که واقعیت آشکاری است حالا می رسیم به نظر او بعد از جفتگیری مادهی که روی زمین زندگی می کند از نظر جسمی حامل رویان است. جنین درون بدن اوست. اگر او آن تخمک بارور شده را تقریبا همان لحظه رها کرده باشد باز نر این فرصت را دارد که تصمیم به فرار بگیرد و ظلم بی هدف تریورس را بر او تحمیل کند و او را مجبور کند که بین رها کردن بچه و مرگ حتمی او یا ماندن و بزرگ کردن و او یکی را برگزیند بنابراین در بین موجودات زمینی مراقبت مادرانه از مراقبت پدران معمولتر است اما برای ماهی ها و دیگر جانوران آبزی اوضا طور دیگری است اگر نر با جسم خود اسپرم را وارد جسم جانور ماده نمی کند به این معنی نیست که ماده را رها کرده تا بچه را نگه دارد هر یک از دو شریک می تواند با گرفتن یک مرخصی کوتاه مدت آن دیگری را با تخمهای تازه بارور شده تنها بگذارد. اما برای اینکه چرا نر بیشتر در معرض تنها ماندن با ها قرار می گیرد دلیلی وجود دارد. به نظر می رسد احتمالا بر سر اینکه کدامشان اول سلول جنسی خود را رها کند رقابتی پیدا می شود. شریکی که زودتر این کار را بکند از آن امتیاز برخوردار می شود که بتواند رویانها را رو به آن دیگری بسپارد و برود. از آن طرف آنکه اول تخم را رها کرده در معرض این خطر است که شریک مورد نظرش نتواند بعد از او دنبال کار را بگیرد و همان کار را انجام دهد. در اینجا نر آسیب پذیر است زیرا اسپرم‌ها سبکتر از تخمک هستند و بیشتر احتمال دارد گم و گور شوند. اگر ماده ای خیلی زود تخم بریزد یعنی قبل از آن که نر آماده باشد چندان اشکالی پیش نمی آید چون تخمک ها که به نسبت بزرگ سنگینند احتمالا مثل یک توده منسجم تا مدتی به هم می چسبند بنابراین هر ماهی ماده می تواند خطر کند و اول تخم بریزد ولی ماهی نر تن به این خطر نمی دهد چون اگر قبل از آماده شدن ماده اسپرمایش را رها کند آنها در آب پراکنده می شوند و آن وقت ماده دیگر تخمریزی نمی کند. چون این کار برای او به زحمتش نمی به خاطر مشکل پراکنده شدن اسپرم ها نر باید صبر کند تا ماده آماده شود بعد اسپرم خود را روی تخم ها بریزد اما برای ماده چند ثانیه فرصت مقتنم است که ناپدید شود و نر را با تخم ها تنها بگذارد تا بر سر دوراهی تریورز گیر کند این نظریه به این ترتیب خیلی روشن توضیح می دهد چرا مراقبت پدرانه در آب معمول و در خشکی کم است. ماهی را رها می کنیم و برمیگردیم به دیگر راهبردهای اصلی ماده ها یعنی راهبرد هیکل مردانه. در گونه هایی که ماده ها این سیاست را پیش می گیرند، نتیجه این می شود که قانع می شود. از پدر بچهشان کمکی دریافت نکنند و در عوض در تمام سال دنبال جنهای خوب بروند. بار دیگر از سلاح امتناع از آمیزش استفاده می کنند. با هر نری نمی آمیزن و قبل از دادن اجازه جفتگیری به نر بیشترین دقت و احتیاط را به عمل میآورند. آورند. بیشک بعضی نرها بیشتر از بقیه دارای جنهای خوب هن. که بتواند بقای دختران و پسرانشان را بیشتر تضمین کنند. اگر یک ماده به نحوی با استفاده از نشانه های قابل مشاهده از خوب بودن ژن های یک نر سر درآورد می تواند با پیوند ژن های خود با آن ژن خوب پدری به نفع ژن های خودش عمل کرده باشد با استفاده از قیاس گروه های پاروزن ماده می تواند این احتمال را که ژن هایش همسفر رفیق ناجور شوند را به حداقل برساند اما می تواند هم های خوبی را برای جنهای خودش دست چین این احتمال هست که در مورد بهترین نر نظر اکثر ماده ها یکی نباشد چون همه از روی اطلاعات مشابهی قضاوت می کنند. بنابراین نر خوششانس بیشترین بهر از آمیزش نصیبش می شود و به خوبی از پس وظیفش بر آید زیرا تنها کاری که باید بکند این است که تعدادی از اسپرم های ناقابل خود را تقدیم کند. این احتمالا همان چیزی است که در فیل دریایی و مرغ بهشتی صورت می گیرد. ماده ها فقط به تعداد اندکی از نرها اجازه می دهند که راه برده بهرهجویی خودخواهانه را که در تمام نرهاست پیش ببرند. اما فقط وقتی چنین می کنند که مطمئن باشند در نعمت را فقط به روی بهترین نرها گشودند. از دیدگاه یک ماده باید دید وقتی دنبال این است که ژنهای خوب برای پیوند دادن با ژن خودش پیدا کند در واقع دنبال چیست؟ یکی این است که دلیلی بر توانایی ادامه زندگی پیدا کند. و است که هر نری به او نزدیک می شود. حداقل این را ثابت کرده که تا سن بالغ شدن زنده مانده است. ولی لزوما ثابت نکرده که بعد از این هم می تواند زنده بماند. یک سیاست کاملا مناسب برای ماده ها این است که دنبال مردهای سن و سالدار باشند. هر کم و کسر دیگری داشته باشم دست کم این را نشان دادند که می توانند عمر کنند و آن واده می تواند جنهای خود را با جنهای عمر دراز ترکیب کند. اما اگر فرزندانش برای اون نوه زیادی نیاورند، عمر طولانی آنها فایده ای ندارد. عمر طولانی، گواه به موجهی برای قدرت جنسی مردانه نیست. در واقع شاید علت عمر زیادی یک مردین باشد، که وارد کار تولید مثل نشده باشد ماده که نر جا افتاده را برمیگزیند لزوما قصد ندارد تعداد زادههایش از رقیبی که مرد جوانی را با نشانه های دیگری از ژنهای خوب برگزیده است کمتر باشد نشانه های دیگر چیست موارد زیادی وجود دارد شاید ماهیچهای قوی نشانه توانایی در به دست آوردن غذا باشد شاید پای بلند نشانه توانایی در سریع فرار کردن از دست شکارگر باشد ماده ممکن است از پیوند دادن ژنهای خود با چنین خصوصیاتی به سود آنها عمل کند زیرا این ویژگی ها مفیدند چه در دختر چه در پسر بنابراین ما در ابتدا بنا را بر این میگذاریم که ماده ها نرها را بر مبنای برچسبهای کاملا واقعی یا نشانهایی که آکی از ژنهای زیربنایی خوبند انتخاب میکنند اما در اینجا نکته جالبی است که داروین به آن توجه کرد و توسط فیشر به طور روشنی اعلام شد در ای که نرها بر سر اینکه نر قوی هیکل منتخب زنها بشوند رقابت دارند یکی از بهترین کارهایی که یک مادر در انتخاب برای ژنهایش میتواند انجام دهد این است که پسری بسازد که وقتی به نوجوانی رسید یک نر قوی هیکل قابل توجه از آب درآید اگر آن ماده اطمینان پیدا کند که پسرش در آینده یکی از آن معدود مذکرهایی می شود که در بزرگی در جامعه مورد پذیرش ماده ها برای آمیزش قرار می گیرد دارای تعداد نوه های زیادی خواهد شد. نتیجه که میگیریم این است که در چشم یک ماده یکی از خوشایندترین ویژگی های ممکن برای یک نر همین گیرایی از نظر جنسی است. ماده که با یک نر قوی هیکل فوق جذاب می آمیزد احتمالا صاحب پسرهایی خواهد شد که مرد پسند ماده های نسل بعد واقع می شوند و تعداد زیادی نوه برای آن ماده درست می کنند بنابراین می شود اینطور تصور کرد که در اصل ماده ها بر اساس ویژگی های آشکار کارآمدی مثل ماهیچ های درشت نر را انتخاب می کنند اما وقتی این ویژگی به طور گسترده در میان ماده های آن جمعیت مقبول افتاد انتخاب طبیعی فقط به این دلیل که مورد توجهند به آنها برتری می دهد. بنابراین شاید چیزهای اقراق شده در نر مثل دم مرغ بهشتی در نتیجه یک نوع فرایند ناپایدار پیش رونده تکامل یافته باشد. در روزهای نخست احتمالا ماده ها دومی بلندتر از اندازی معمول را در نرها می‌پسندیدند. و آن را شاید به عنوان نشانه یک ساختار سالم ترجیح می دادن. دوم کوتاه می توانست نشانه کم بوده ویتامین، نشانه عدم توانی در به دست آوردن غذای خوب باشد یا شاید نرهای دوم کوتاه نمی توانستند از مقابل شکارگرها خوب در بروند و به این دلیل دنباریده شده بودند. توجه داشته باشید نباید فرض را بر این گذاشت که ژن دوم کوتاه که به همین صورت به ارث می رسد فقط به عنوان یک شاخص فرود از بودن ژن تلقی می شود. به هر حال به هر دلیلی که باشد فرض را بر این میگذاریم که ماده های از پرنده بهشتی ترجیهن چشمشان به دنبال نرهایی بود که دوم درازتر از حد معمول داشتند در صورتی که نوعی تعامل ژنی در تنوع طول دوم وجود داشته باشد در طول زمان باعث می شود متوسط طول دوم نرها در آن جمعیت رو به افزایش گذارد ماده ها از این قاده ساده پیروی می کردن. همه این نرها را برانداز کن و سراغ آن برو که دمش از همه بلندتر است. هر ماده ای که از این قاده تخطی می کرد مجازات می شد. حتی اگر دومها آنقدر دراز شده بودند که عملا برای صاحبانشان دست و پاگیر بودند. به این دلیل هر ماده ای که پسر دوم دراز به دنیا نمی آورد این احتمال که یکی از پسرهایش مورد توجه قرار گیرد کم بود. مثل مد در لباس خانمها یا مدل ماشین آمریکایی روند گرایش به دنباله درازتر شدن شدت گرفت و بیشتر شد و این روند وقتی متوقف شد که دیگر دمها به نحو عجیب و غریب دراز شده بودند و دردسری که ایجاد میکردند آشکارا بر جاذبه جنسیشان غلبه کرده بود حزم این مفهوم راحت نیست و از زمانی که توسط داروین تحت عنوان انتخاب جنسی مطرح شد تا کنون شکاکان آن را ندیده گرفتند. این صحابی یکی از کسانی است که آن را نپذیرفت. ما نظریه روباه روباه او را قبلا دیدیم. او نظریه کاملا مخالفی به نام اصل معلولیت اصل عامل بازدارنده را در مقابل آن مطرح کرد. او خاطر نشان می کند. این واقعیت که ماده ها برای انتخاب ژن خوب در نرها در تلاشند باعث می شود نرها از در فریب وارد شوند. شاید ماهیچه قوی شاخص خوبی باشد و ماده در انتخابش روی آن حساب کند اما آن وقت چه تضمینی وجود دارد که نرها نخواهند به دروغ ماهیچه های خود را قوی جل بدهند مثلا نطور که انسان ها بالشتک های زیر شانه لباس خود قرار می دهند اگر تظاهر به داشتن ماهیچه درشت کم هزینه تر از داشتن ماهیچه درشت واقعی باشد انتخاب جنسی ژنهایی را ترجیح می دهد که ماهیچه های بظاهر درشت را ایجاد می کنند. اما چیزی طول نمی کشد که یک انتخاب در جهتی دیگر باعث تکامل ماده هایی می شود که به این فریب پی میبرند. فرض اصلی صحابی این است که خودنمایی های جنسی که دروغین باشند سرانجام توسط ماده های کشف می شود. او بر این اساس نتیجه می گیرد که مردان واقعا موفقان هایی هستند که نمایش دروغین ندارند. آنهایی که آشکارا ثابت می کنن که اهل فریب نیستم. مثلا در مورد مایچه قوی آن مردهایی که فرض را بر این می گذارن که ماهیچه را ظاهرا قوی نشان دهند دستشان خیلی زود توسط ماده ها رو می شود. نری که عملا با بلند کردن وزنه سنگین یا با نشان دادن قدرت خود در پرس سینه ثابت کند ماهیچه محکمی دارد میتواند در قانع کردن ماده موفق باشد به عبارت دیگر صحاوی معتقد است یک فرد مذکر نباید فقط ظاهرا ویژگی های مردانه داشته باشد باید در واقع یک نر با کیفیت باشد وگرنه مورد قبول ماده های خوردگیر و دقیق قرار نخواهد گرفت بنابراین فقط نمایش های تکامل میابد که یک نر قوی کل واقعی از پسش برمی آید این از این حالا میرسیم به آن بخش از نظریه صحاوی که واقعا قابل حضر نیست او میگوید در دم پرنده بهشتی شاخ بلند گوزن و دیگر مشخصه هایی که از نظر جنسی مورد پسندم همیشه یک دوگانگی وجود دارد زیرا از یک طرف برای دارنده خود دست و پاگیر هستند و دقیقا به این دلیل که وبال گردن و عامل بازدارنده ان تکامل پیدا می کنند پرنده نری که دومش بلند و مزاحم است به ماده ها ثابت می کند که نر قوی کلیز چون با وجود داشتن چنین دومی به زندگی ادامه داده است ماده را در نظر بیاورید که مسابقه را تماشا می کند که در آن دو مرد در حال دویدن هستند اگر هر دو در یک لحظه به خط پایان برسند در حالی که یکی از آنها عمدن یک کیسه پر از زغال سنگ را هم بر پشتش حمل کرده است آن زن طبیعتا به این نتیجه می رسد که آن مرد حامل بار یقینا دونده سریعتری است. من این نظریه را قبول ندارم گرچه اکنون نسبت به وقتی که اول بار آن را شنیدم از شدت این عدم قبولی کاسته شده است. آن موقع گفتم نتیجه منطقی این تکامل باید مردهای یک پا و یک چشم باشد. صحابی که اسرائیلی است فورا پاسخ داد بسیاری از بهترین فرماندهان ما یک چشمی هند. با وجود این مسئله این است که در نظریه اصل معلولیت یک تناقض اساسی وجود دارد اگر آن بار اضافی یک مانع واقعی باشد و در این قضیه اصل این است که واقعی باشد آنگاه خود آن بار اضافی درست همانطور که میتواند ماده ها را جلب کند میتواند بچه ها را دچار آسیب کند در هر صورت مهم این است که آن بار اضافی به دختران منتقل نشود اگر نظریه معلولیت را به زبان ژنی بیان کنیم تقریبا اینطور می شود هر ژن که باعث رشد بیشتر آن معلولیت شود مثلا دوم را درازتر کند در خزانه ژنی زیاد می شود زیرا ماده ها نرهایی که آن معلولیت را دارند را انتخاب می کنند چون ژن هایی که ماده را به چنین انتخابی وامی دارد نیز در خزانه ژنی رو به افزایش می گذارد علت این است که ماده هایی که نر دارای معلولیت را میپسندند خود به خود نرهایی را برمیگزینند که ژنشان از جنبه های دیگر خوب است زیرا علیرغم آن معلولیت تا سالی زندگی خود را ادامه دادند. این ژنهای خوب دیگر به بدن بچه های آنها منفعت میرسانند و آنها هم زنده میمانند و ژنهای همان معلولیت همچنین ژنهای انتخاب کننده نرهای دارنده آن معلولیت را بیشتر منتشر می کند به شرطی که آن ژن اثر خود را فقط در پسرها بروز دهد درست همون دور که ژن انتخاب نر با معلولیت فقط در دخترها دیده می شود این نظریه می تواند کارایی داشته باشد تا اینکه موضوع را با ژنها به این صورت صورت بندی کنیم نمی توانیم مطمئن باشیم که کارایی دارد یا نه اما اگر به شکل یک مدل ریاضی باشد می توانیم تصور بهتری از موثر بودن چنین نظریه پیدا کنیم تا آن متخصصین ریاضی ژنتیک که تلاش کردند اصل معلولیت را به صورت یک مدل کارآمد درآورند به جایی نرسیدند شاید علت این است که این اصل به درد خور نیست یا شاید آنها هوش کافی را نداشتند یکی از آنها مینارد سمیت است و حس من شق نخست را بهتر میپسندد شق نخست این بود که این مدل کارآمد نیست در مقابل اینکه ریاضیدان هوش کافی ندارند اگر هر نر طوری برتری خود را به ماده بنمایاند که لازم نباشد به عمد خود را دارای معلولیت نشان دهد بیشک با این کار موفقیت ژنیاش رو به افزایش خواهد بود بنابراین فیل های دریایی برنده و صاحب حرمسرا می شوند نه به این دلیل که از نظر زیبا شناختی مورد توجه ماده ها بودند بلکه با این تدبیر ساده که هر نر دیگر را که به حرمسرا نزدیک شود لطوپار می کنند صاحبان حرمسراها در مبارزه با آنها که قصد قصد به حرمسرا را دارند به پیروزی می رسند فقط به این دلیل آشکار که صاحب حرمسرایند قاسب ها اغلب موفق نیستند چون اگر توانایی موفق شدن داشتند، تا آن موقع جایی را فتح کرده بودند. بنابراین مادهی که فقط با صاحب حرمسرا جفتگیری می کند ژن خود را با ژنی پیوند می دهد که به قدر کفایت نیرومند است تا در برخوردهای بعدی نیز از پس تعداد زیادی از آن نرهای سرخورده بی جفت مانده براید اتمالا پسرهایش از پدر توانایی اداره کردن یک حرمسرا را به ارث خواهند برد یک فیل دریایی ماده عملاً چندان اختیاری از خود ندارد زیرا اگر بخواهد دست از پا خطا کند صاحب حرمسرا تنبیهش می کند در هر صورت این اصل پا که مادههایی با نرهای برنده مبارزه آمیزش می کند با این کار به نفع ژن خود عمل کردند همانطور که دیدیم نمونه های زیادی از ماده های وجود دارد که ترجیح می دهند با نرهای دارای قلم رو یا با نرهایی که در سلسله مراتب حاکمیت جامعه موقعیت بالایی دارند جفت شوند خلاصه اینکه انواع مختلف زادآوری تکمسری تعداد روابط جنسی و غیره را که بین حیوانات دیده می شود می توان به صورت تضاد منافع بین دو جنس تفسیر کرد افراد هر جنس می در طول عمر خود حاصل تولید مثل خود را کاملا افزایش دهند به خاطر یک تفاوت اساسی در اندازه و تعداد تخمک و اسپرم نرها عموما به سمت بیقید و بندی از نظر جنسی و نداشتن مراقبت های پدران میل می کنند. ماده ها یکی از دو راه موجود را در پیش می گیرند که من آنها را سعادت خانوادگی و نر قوی هیکل نامیدم. شرایط محیطی یک گونه تعیین می کند که ماده ها به سوی کدامی که از این دو روش کشیده می شوند و همچنین تعیین می کند که نرها چگونه با آن پاسخ می دهند. در عمل انواع مراحل میانی بین راهبردهای نر قوی کل و سعادت خانوادگی وجود دارد و همانطور که دیدیم در مواردی پدر حتی از مادر بیشتر به فکر نگهداری بچه است. این کتاب به جزئیات در گونه های حیوانی خاص نمی پردازد. بنابراین در مورد اینکه چه چیزی چه گونه را به سمت نوع خاصی از زاداوری سوق داده و باعث شد روش را به نظام های دیگر ترجیح دهند بحث نمی کنیم. به جای آن تفاوتهایی که در کل بین ماده و نرم معمولا وجود دارد و تفسیر آنها میپردازیم بنابراین من روی گونه هایی که در آن تفاوت بین نر و ماده کم است یعنی در کل گونه هایی که ماده ها راه برد سعادت خانوادی را پیش گرفتهاند تاکید نمی کنم. اول این نر است که به دنبال رنگ های درخشان می رود که از نظر جنسی گیرایی دارند و ماده بیشتر فاقد زرق و برق است. افراد هر دو جنس سعی دارند از خورده شدن توسط شکارگرها بگریزند و از نظر تکامل این فشار روی آنهاست که رنگ چشم گیرتر نداشته باشند. رنگ های درخشان به همان نسبت که توجه جنس مخالف را جلب می کنند می توانند شکارگرها را نیز جلب کنند. به زبان ژن یعنی در پایان ژن رنگهای درخشان بیشتر از رنگهای ماد در شکم شکارگرها یافت می شود. از آن طرف احتمال اینکه در نسل بعد سر وکله ژن بیرنگ پیدا شود کمتر از ژن رنگهای درخشان است زیرا افراد ناتوان در جلب توجه جفت با مشکل مواجهند بنابراین برای انتخاب دو فشار متضاد با هم در کارند شکارگرها در جهت برداشتن ژن رنگهای درخشان از خزانه ژنی هستند و شریکان جنسی در پی برداشتن ژن رنگهای ملال آورند چنانکه در بسیاری از موارد دیگر مستاق دارد هر ماشین بقای کارآمد را میتوان ترکیبی از سازش بین فشارهای متضاد برای انتخاب در نظر گرفت آنچه در اینجا برای ما جالب است اینکه سازگاری مطلوب برای نر با سازگاری مطلوب برای ماده فرق دارد البته این با دیدگاه ما که نرها را خوش اقبال در نظر میگیرد کاملا همخانی دارد چون در مقابل هر تخمک ماده نر میلیون ها اسپرم می سازد از نظر جمعیت اسپرم ها خیلی از تخمک ها جلوترند بنابراین احتمال اینکه هر تخمک وارد لقاح جنسی شود خیلی بیشتر از هر اسپرم است در واقع تخمک یک منبع نسبتا با ارزش است و بنابراین لازم نیست که ماده بخواهد از نظر جنسی خیلی مثل نر جذاب باشد تا از بارور شدن تخمکش مطمئن شود یک نر میتواند پدر همه بچه هایی باشد که از تعداد زیادی ماده زاده شده اند. حتی اگر نری به خاطر دم بلند براغش توجه شکارگرها را جلب کند و عمرش تمام شود یا در میان بوتهزار گیر بیفتد باز ممکن است قبل از مردن مهر پدری خود را روی تعداد زیادی بچه زده باشد. نری که ظاهرش بی جلوه و ملالاور است شاید به اندازه یک ماده عمر کند. اما فرزندانی اندک داشته باشد و جنهایش چندان منتقل نشوند. چه فایده ای دارد اگر نری تمام دنیا را به دست آورد ولی جنهای خود را که می توانستند تا ابد زنده بمانند از دست بدهد. یک تفاوت معمول دیگر بین دو جنس این است که ماده ها بر سر انتخاب شریک جنسی ترند. یک دلیل مشکل پسندی برای هر دو جنس این است که احتیاط می کنند تا با اعضای گونه دیگری آمیزش نکنند. چنین آمیزه ای به دلایل مختلف چیز بدی است. گاهی مثل مورد آمیزش انسان با گوسفند جفتگیری به تشکیل جنین منجر نمی شود. بنابراین زیاد چیزی از دست نمی رود. اما وقتی گونه هایی که به هم نزدیک ترند مثل اسب و الاغ هزینه آن حداقل برای طرف ماده کم نیست احتمالا جنین قاطر شکل گرفته و به مدت یازده ماه زهدان او را به هم میریزد مقداری زیادی از سرمایه گذاری او به عنوان والد نه فقط به صورت غذا از راه جفت جذب می شود بلکه کمی بعد به صورت شیر مصرف می شود اما بالاتر از همه اینها زمانی است که می صرف پرورش بچه های دیگر شود بعد وقتی که قاطر به سن بلوغ می رسد معلوم می شود که نازاست. شاید علت این باشد که با وجود شباهت کافی بین هرمون های اسبالاق که باعث می شود بتوانند با هم بدن قوی یک قاطر را بسازند اما این شباهت آنقدر نیست که با هم در تقسیم میوزی سلول ها همکاری کنند. حالا دلیل اصلی هرچه باشد اگر از نظر جنها در نظر بگیریم سرمایه گذاری کلانی که ماده در پروردن یک قاتل انجام میدهد کلا هدر می دهد. اسبای ماده باید خیلی زیاد مواظب باشند تا فردی که با آن میآمیزند اسب باشد نه اولاق به زبان جنی هر جن اسب که بگوید بدن اگر ماده هستی با هر نر پیر آمیزش کن چه علاق باشد چه اسب ژنی است که در نهایت خود را در بنبست قاطر گرفتار می کند و سرمایهگذاری مادر برای آن بچه قاطر به شدت از توانایی او برای پروراندن اسبهای بارور میخواهد از آن طرف نر اگر با عضوی از گونه غیر خودی جفت شود چیز کمتری برای از دست دادن دارد گرچه از اون بابت به چیزی هم نمیرسد بنابراین ما انتظار داریم نرها در انتخاب شریک جنسی خود وسواس کمتری داشته باشند حتی درون یک گونه ممکن است دلایلی برای سخت گیری وجود داشته باشد در آمیزش با مهارم مثل آمیزش عضوهای دو گونه مختلف احتمال نتایج ژنی آسیب دیده وجود دارد زیرا در آن ژنهایی کشنده و نیم کشنده خود را نشان می دهند. باز هم ماده ها بیشتر از نرها بازندند چون سرمایه که روی هر بچه میگذارند بیشتر است. در جایی که آمیزش با مهار من می شود انتظار ما این است که ماده ها در گرویدن با آن من بیشتر از نرها مصر باشند. اگر فرض این باشد که در رابطه آمیزشی دو محرم احتمالا شریک مسنتر فعالتر و شروع کننده عمل است باید انتظار داشته باشیم پیوندی که در آن نر مسنتر از ماده است معمولتر باشد تا پیوندی که در آن ماده مسنتر از نر است مثلا رابطه نامشروع پدر دختر احتمالا باید بیشتر رخ دهد تا رابطه مادر پسر و رابطه خواهر برادر از نظر رواج باید چیزی بینابین اینها باشد. در کل نرها باید بیشتر از ماده تمایل به بیبندوباری داشته باشند. از آنجا که ماده تعداد محدودی تخمک را با سرعت نسبتاً کمی تولید می کند، از آمیزش با نرهای چیز زیادی نمی رسد. از آن طرف، نر که می تواند هر روز میلیون ها اسپرم تولید کند، از هر جفتگیری آزادانی که گیرش بیفتد میتواند بهره ببرد آمیزش اضافی عملا برای ماده چندان هزینه ندارد جز اینکه کمی وقت و انرژی از او میگیرد اما حاصل به درد بخوری برایش ندارد اما نر هرگز به تعداد آمیزش کافی با مادههای مختلف ممکن نمیرسد برای نر واژه اضافی معنا ندارد من به صورت آشکار از آدمها صحبت نکردم اما وقتی صحبت از بحث های مرتبط با تکامل باشد مثل این فصل خانه خانه از اندیشیدن درباره گونه و تجربیات خودمان اجتناب کنیم این موضوع که ماده از آمیزش خودداری می کنند تا وقتی که نر نشانه های دال بر وفاداری در دراز مدت را نشان دهد ممکن است برای من آشنا و دلنشین باشد ممکن است این را برساند که انسانهای ماده بیشتر از راهبرد سعادت خانوادگی استفاده می کنند تا از راهبرد نر قوی کل. در واقع بیشتر جوامع انسانی تک در جامعه ما سرمایه‌گذاری هر دو والد زیاد است و عدم برابری آشکاری ندارد مادرها به یقین به طور مستقیم کار برای بچه انجام می دهند اما پدرها اغلب غیر مستقیم سختتر کار می کنند. تا امکانات مادی لازم را به پای بچه ها بریزند از طرف دیگر بعضی جوامع انسانی بی و بندن و در بسیاری حرم رایج است این گوناگونی حیرت آور حاکی از آن است که شیوه زندگی انسان را تا حد زیادی فرهنگ تعیین می کند نه جنها. اما باز ممکن است همانطور که در زمینه های تکاملی پیش بینی می شود در کل انسان های نر به بی غید و بندی و ماده ها به تک همسری متمایل باشند اینکه در جامعه خاصی کدام یکی از این دو گرایش دست بالا را داشته باشد به جزئیات شرایط فرهنگی بستگی دارد یک ویژگی جامعه خود ما که کاملا غیرعادی به نظر می رسد موضوع خودنمایی جنسی است همونطور که دیدیم در زمینه تکاملی کاملا می شود انتظار داشت در جایی که دو جنس متفاوت وجود دارد این نر است که خود را به نمایش می گذارد و ماده بی خیال است مرد غربی امروز بیشک از این نظر است البته درست است که بعضی مردان لباس های پر زرق و برق می پوشند و بعضی زنها ساده و بی پیرایه هند. اما روی هم رفته در جامعه ما چیزی که معادل چتر تابوس است توسط ماده به نمایش گذارده می شود نه توسط نر زنها صورتهایشان را رنگ می کنند و مجه های مصنوعی می چسبانند. مردان غیر از های خاص مثلا هنرپیشه ها چنین کارهایی نمی کنند. به نظر می رسد زنان بیشتر به ظاهرشان توجه می کند و مجله ها و ژورنال ها هم آنها را بیشتر تشویق می کند. در مجله های مردان کمتر چیزی در مورد گیرا بودن مردان دیده می شود و مردی که به طور غیر متعارف به ظاهر و لباس خود توجه کند در میان اطرافیان خود چه زن چه مرد تردید برمیانگیزد. وقتی در گفتگو صحبت از یک زن باشد به احتمال زیاد آشکار درباره بود یا نبود جاذبه جنسی او صحبت می شود. فرق نمی کند سخنگو مرد باشد یا زن. ولی وقتی درباره یک مرد حرف می زنند به احتمال زیاد صفاتی که به کار می رود ربطی به امور جنسی ندارد. در مقابل این واقعیت ها یک زیست شناس خواه نخواه احساس می کند که در برابر جامعه ای قرار دارد که در آن ماده ها بر سر نرها رقابت می کند. به جای اینکه برعکس باشد در مورد مرغان بهشتی گفتیم که ماده ها ساده و بی و برقند زیرا لزومی ندارد بر سر نرها با هم رقابت کنند نرها درخشان و پر چون ماده ها پر و در جایگاهی هم که می توانند انتخاب کنند دلیل اینکه مرغ بهشتی ماده خواهان دارد این است که توخ نسبت به اسپرم منبع کمیابتری است چه بر سر مرد غربی امروز آمده آیا واقعا نرد جنسی شده که دنبالش باشند آن است که خواهان دارد در جایگاهی است که میتواند انتخاب کند اگر چنین است به چه دلیل ژن خودخواه نوشته ریچارد داکینز پینوشت فصل نهم جنگ بین دو جنس توضیح این جمله در صفحه 140 تضاد بین جفت که هیچ نسبتی هی با یکدیگر ندارند تا چه حد باید شدیدتر باشد توضیح مثل خیلی موارد دیگر در مفهوم این جمله اول در حالی که شرایط دیگر یکسان باشد نهفته است معلوم است که همکاری یک جفت با هم برایشان منافعی دارد در این فصل چند بار به این موضوع برخورده ایم زیرا هر جفت احتمالا درگیر یک بازی غیر مجموع سفرند بازی که اگر دو طرف همکاری کنند برد هر دو بیشتر می شود و اینطور نیست که برد یک طرف برابر با باخت آن دیگری باشد این موضوع را در فصل دوازده شهر دادم این یکی از آن جاهایی در کتاب است که لحن من ناگهان به سوی نگرشی منفی و خودخواه از حیات خیز برمیدارد شاید برای آن زمان لازم بود زیرا دیدگاه حاکم در مورد رابطه یک جفت نر و ماده در جهتی دیگر زیاد اقراغامیز بود تقریبا همه فرض را بر این میگذاشتند که یک جفت همکاری بیدریقی با یکدیگر دارند اصلا امکان سوءاستفاده استفاده مطرح نبود در چنین اوضاعی بدبینی آشکار من که در جمله اول دیده می شود قابل درک است اما حالا برخورد ملایمتری به این قضیه دارم حالا احساس می کنم صحبت درباره نقش جنسی انسان در پایان این فصل هم واجبندگی نپخته ای دارد دو کتابی که در مورد تفاوت تکامل جنسی در بشر کلی تر توضیح دادند عبارتند از جنس تکامل و رفتار از مارتین دالی و مارگو ویلسون و تکامل جنسیت در انسان از دانل سیمونز توضیح عبارت صفحه 142 تعداد بچههایی که یک نر عملا می توانند داشته باشند نامحدود است و از اینجا داستان بهرهگیری از ماده شروع می شود توضیح حالا فکر می کنم تاکید بر نابرابری اندازه تخمک و اسپرم به عنوان مبنای نقش های این دو جنس گمراه کننده است گرچه یک اسپرم کوچک و ناقابل است اما ساختن میلیون ها اسپرم و در رقابتی سنگین آنها را با موفقیت به داخل یک ماده راندن کار کوچکی نیست اکنون برای توضیح عدم تقارن بنیادی بین نر و ماده روی کرده زیر را ترجیح می دهم. فرض کنید از اول دو جنس داریم که هیچ یک از ویژگی های خاص نر یا ماده را ندارند. با اسمای خونسای A و B از آنها نام می بریم. تنها چیزی که باید مشخص باشد این است که هر آمیزشی باید با یک A و یک B صورت گیرد. آن وقت در حیوان چه A باشد چه B با یک بدبستان روبروست. وقت و تلاشی را که باید صرف جنگ با رقیبان کرد نمی توان برای نگهداری از بچه ها گذاشت و برعکس از وقت و تلاش لازم برای بچه ها نمی توان زد و با رقبا جنگید. از هر حیوانی انتظار می رود تلاش خود را به صرفه بین این دو مدعی رقیب به تعادل نگه دارد. می خواهم به این نکته برسم که تعادلی که ای ها به آن می رسند ممکن است با آن تعادلی که بی ها به آن می رسند فرق داشته باشد و اینکه بعد از رسیدن به آن تعادل هم احتمالا بینشان نابرابری فزاینده وجود خواهد داشت. برای اینکه بهتر متوجه شویم فرض می کنیم این دو جنس A و B از اول در اینکه بیشتر سرمایه خود را روی بچه ها یا در جنگ منظورم هر نوع رقابت با هم جنسان است صرف کنند با هم متفاوتند ممکن است در ابتدا این تفاوت ناچیز باشد چون نکته این است که یک گرایش ذاتی در رشد تفاوت ها وجود دارد مثلا ای ها با جنگ شروع می کنند و این کار در موفقیتشان در تولید مثل بیشتر از رفتار پدر مادرانه تأثیر دارد اما بیها با رفتار پدر شروع می کنند و به تنوع در موفقیت تولید مثل خود کمی بیشتر از جنگ اهمیت می دهند این یعنی درست است که ای هم از رفتار پدر سود می برد ولی در A ها تفاوت بین یک مراقبت موفق با یک مراقبت ناموفق کمتر است از تفاوت بین یک جنگنده موفق با یک جنگنده ناموفق در میان بی ها درست عکس این صادق است بنابراین در مورد یک مقدار معین از تلاش ای می تواند آن را صرف جنگ کرده و عملکرد خوبی داشته باشد در حالی که بی با دوری از جنگ و صرف همت و تلاش خود در راه مراقبت پدر مادرانه عملکرد بهتری خواهد داشت. در نسل‌های بعد، ایها کمی بیشتر از والدین خود می‌جنگند. بیها کمی کمتر از والدین خود می‌جنگند و کمی بیشتر مراقبت می‌کنند. حالا تفاوت بین بهترین ای و بدترین ای از نظر جنگیدن بیشتر شده است. و تفاوت بین A و بدترین A از نظر مراقبت کردن باز هم کمتر شده است. بنابراین باز به نفع A است که تلاش خود را بیشتر صرف جنگ کند و کمتر صرف مراقبت با گذشت زمان درست عکس این وضع در مورد بیها پیش می آید. نکته مهم این است که آن تفاوت جزئی که در ابتدا بین دو جنس وجود دارد خود به خود بیشتر دیده می شود. انتخاب ابتدایی تفاوت کوچک را شروع و به تدریج آن را بزرگ و بزرگتر می کنند تا جایی که ما حالا A ها را نر و بیها ها را ماده می نامیم. آن تفاوت اولیه به قدری ناچیز است که ممکن است اتفاقی باشد زیرا بعید از شرایط نخستین برای دو جنس کاملا یکسان بوده باشد. همانطور که خواهید دید این تقریبا آنند نظریه جدایی اولیه زامه های ابتدایی به و متخمک است که پارکر، بیکر و اسمیت مطرح کردند و در صفحه 142 مورد بحث قرار گرفت. بحثی که اکنون ارائه شده کلی تر است. جدا شدن اسپرم و تخمک فقط یک جنبه از بحث کلیتر و اساسی تر جدا شدن نقش های جنسی است. در این استدلال جدایی تخمک و اسپرم و همه دیگر جنبه های آن جدایی نقش ها را یکسان در نظر می گیریم. به جای اینکه جدایی تخمک و اسپرم را پای قرار دهیم و ریشه تمام ویژگی های خاص نر و ماده را در آن بجوییم فقط فرض می کنیم دو جنس داریم که باید با یکدیگر جفت شوند لازم نیست چیزی بیش از این دربارهشان بدانیم با شروع از این فرض کمینه بیشک انتظار داریم هر قدر هم که دو جنس در ابتدا به هم شبیه باشند با کسب تخصص های مکمل ولی متضاد هم در روش های تولید مثل به تدریج از هم دور شوند جدایی اسپرم و تخمک نشانه ای از این دور شدن از هم است نه عامل ایجاد کننده ای آن توضیح در باری این عبارت در صفحه 150 بگذارید از روشی که مینارد سمیت در مورد رقابت خشونت آمیز به کار برد استفاده کنیم و آن را در مورد بررسی نر و ماده به کار ببریم. توضیح فکر یافتن یک راهبرد تکاملی پایدار مخلوط در یک جنس را که در تعادل با راهبرد تکاملی پایدار مخلوطی در جنس دیگر باشد اکنون خود مینارد سمیت مستقل از او ولی در همان جهت آلن گرافن و ریچارد سیبلی ادامه داده مقاله گرافن و سیبلی از نظر فنی پیشرفته تر است. نوشته مینارد سمیت ساده تر توضیح داده است. مختصر اینکه او ابتدا دو راه برد را در نظر می گیرد که هر کدام از دو جنس می توانند در پیش گیرند. نگهبانی و ترک. ترک فرزند. همونطور که در مدل‌های خجالتی هرزه و باوفا بی قید من بود، پرسش جالب این است که چه مخلوطی از راهبردهای بین نر در برابر چه مخلوطی از راهبردهای بین ماده ها پایدار است پاسخ این سوال به فرض ما درباره شرایط اقتصادی خاص آن گونه بستگی دارد جالب این است که با تغییر دادن فرضهایمان در مورد اقتصاد آنها این طور نیست که به طیف کاملی از انواع راهبردهای از نظر کمی پایدار برسیم در این مدل فقط یکی از چهار راهبرد پایدار زیر پیدا خواهد شد اسم این چهار راهبرد را روی اسمهای جانورانی که نمونه ای از آن هستند گذاشتند و عبارتند از اردک نر ترک می کند ماده نگهبانی می کند ماهی خاردار ماده ترک می کند نر نگهبانی می کند مگس میوه هر دو ترک می کنند و گیبون هر دو نگهبانی می کنند یک چیز جالبتر هم اینجا هست اگر از فست پنج یادتان باشد مدل های ESS ممکن است در هر یک از دو راه بردی که به یک اندازه پایدارند، دارند استقرار یابند. در مدل مینارد سمیت هم همینطور است. جالب این است که هر دو راه برد خاص این چنینی که در مقابل جفت های دیگر پیدا می شوند، هر دو با هم در شرایط اقتصادی یکسان پایدار هستند. برای مثال تحت یک رشته شرایط هم اردک و هم ماهی خاردار پایدارند. اینکه عملا کدامی که از این دو وجود داشته باشند بستگی دارد به تصادف یا دقیق تر بگوییم به حوادث تاریخی تکامل و شرایط اولیه تحت یک رشته شرایط دیگر گیبون و مگس میوه پایدار میشوند باز حوادث تاریخی است که تعیین می کند در هر گونه خاص کدام یک از این دو رخ می دهد. اما هیچ شرایطی نیست که تحت آن گیبون و اردک با هم پایدار باشند. هیچ شرایطی نیست که در آن اردک و مگس میوه با هم پایدار باشند. این تحلیل همپایداری واژه جدید می سازیم. در مورد مخلوطهای های سازگار و ناسازگار ایسس پیامدهای جالبی در بازسازی تاریخچه تکامل دارد. برای مثال در این جهت هدایتمان می کند که در تاریخشی تکامل انتظار داشته باشیم بین نظام های جفتگیری بعضی از انواع انتقال ها محتمل و بعضی نامحتمل باشند. مینارد در یک بررسی مختصر از الگوهای جفتگیری در قلمرو جانوران به کندوکاو در این شبکه تاریخی می‌پردازد و به این سوال به یادمندنی پاسخ می دهد که چرا پستانداران نر شیر نمی دهند. توضیح عبارت مندرج در صفحه 153 که می توان نشان داد نوسانی در کار نیست. این نظام به سوی یک وضعیت پایدار میل می کند. توضیح با عرض پوزش اعلام می کنم این جمله اشتباه است. اما اشتباه جالبی است زیرا اشتباهی است که در آنجا گذاشتم و حالا کمی طول می کشد تا آن را برملا کنم در واقع مانند همان اشتباهی است که گیل و ایوز در مقاله اصلی مینارد سمیت و پرایس پیدا کردند یادداشتهایی مربوط به صفحه 74 را ببینید اشتباه مرا دو ریاضی زیست شناس که در استرالیا کار می کنند پ شوستر و ک زیگموند یافتند من نسبت نرهای باوفا، به بیقید و بندها و ماده های خجالتی به هرزه ها را درست به دست آورده بودم طوری که در آن هر دو نر به یک اندازه موفق و هر دو ماده نیز به یک اندازه موفق بودند این در واقع تعادل است اما دقت کرده بودم که آیا این تعادل پایدار هست یا نه بیشتر ممکن بود لبه یک چاقوی خطرناک باشد تا یک دره در امن برای مرگ زدن تعادل باید ببینیم اگر آن را کمی به هم بزنیم چه رخ می دهد. اگر توبی را به لبه یک چاقو فشار دهید از بین می رود. ولی اگر از وسط یک دره به بیرون فشار دهید دوباره به آنجا بر می گردد. در آن مثال عددی من تعادل برای نرها پنج به هشت با وفا و سه به هشت حوص باز بود. اما اگر اتفاقی نسبت حوص باز در آن جمعیت طوری زیاد شود که کمی بالاتر از حد تعادل قرار گیرد چه می شود؟ برای اینکه تعادل پایدار و خودسامان باشد باید عملکرد آن هوسبازها بازها فورا کمی پایین بیاید. متاسفانه چون که شستر و زیگبون نشان دادند چنین نشد. برعکس کاربار هوسبازها بازها بهتر شد. و آمدشون هم در جمعیت بالا رفت. دستگاه به جای اینکه خود سامان شود خود شد البته بسامت بیشتر شد ولی نه برای همیشه فقط تا یک حد معین اگر شما این را به صورت یک مدل متحرک در کامپیوتر شبیه سازی کنید من این کار کردم به چرخای تکراری بیپایانی می رسید از غذا این دقیقا همان چرخه است که من صورت فرضیش را در صفحه 125 شرط دادم ولی آن موقع فکر می کردم فقط مسئله اقاب و کبوتر وسیله برای شرح دادن است. در قیاس با اقاب و کبوتر کاملا به اشتباه آن را فرضی پنداشتم و اینکه آن دستگاه واقعا به تعادل پایدار می رسد. تیر آخر شستر و زیگموند دیگر جایی حرف باقی نگذاشت. بنابراین به طور خلاصه به این دو نتیجه می رسیم. الف نبرد بین دو جنس از خیلی جهات مانند طعمه و شکار است. ب رفتار یک عاشق مثل ماه در آسمان فراز و نشیب دارد و مثل هوا غیر قابل پیش بینی است البته مردم بدونی که با معادلات دیفرانسیل آشنا باشند این چیزها را میفهمند توضیح در مورد عبارت مندرج در صفحه 155 در میان ماهی ها مواردی از الطاف پدرانه علت چیست توضیح فرضیه دانشجویی به نام تامسین کارلیل درباره ماهی را حالا مارک ریدلی ضمن بررسی مفصلی از مراقبت‌های والدین در قلمرو حیوانات به صورت تطبیقی امتحان کرده است. مقالی ریدلی مثل خود فرضیه کارلیل یک کار فوق‌العاده خوب است. وقتی کارلیل دانشجوی دوره کارشناسی بودن را برای من نوشت که متاسفانه توجه چندانی را جلب نکرد. توضیح درباره عبارت مندریز در صفحه 158 یک نوع فرایند ناپایدار پیش رونده توضیح نظریه پیش روندگی د آ فیشر در مورد انتخاب جنسی را خیلی کوتاه مطرح شده بود اکنون آرملند و همکارانش به صورت ریاضی بیان کردند موضوع مشکلی است میتوان آن را به زبان غیر ریاضی شرح داد ولی دیگر مختصر نخواهد بود البته آنقدر هم نخواهد شد که تمام یک فصل را اشغال کند من در ساعت ساز نابینا تمام فصل هشت را به آن اختصاص دادم و در اینجا موضوع را تکرار نمی کنم در عوض به مسئله می که هیچ وقت به اندازه لازم در کتاب بر آن تاکید نکردم چگونه تنوع لازم حفظ می شود؟ وقتی انتخاب داروینی صورت میگیرد که به اندازه کافی تنوع ژنی وجود داشته باشد مثلا اگر کسی بخواهد خرگوش های با گوش های دراز داشته باشد در ابتدا موفق می شود در یک جمعیت آزاد از خرگوش ها هر خرگوش معمولی گوش های متوسطی دارد با میار خرگوشی یقینا با میار ما گوش ها درازند تعدادی خرگوش گوش هایشان کوتاهتر از متوسط تعدادی گوشهایشان بلندتر از متوسط است اگر زادآوری فقط بین درازگوش ها صورت گیرد می توان اندازه متوسط گوش را در نسل های بعد بیشتر کرد تا مدتی چنین است اما اگر زاد و ولد آن گوش ها همچنان ادامه یابد زمانی خواهد رسید که دیگر تنوع لازم وجود ندارد همه آنها درازترین گوش ها را خواهند داشت و تکامل به توقف می رسد. در تکامل معمولی چنین چیزی مشکل ساز نیست زیرا بیشتر مهیدها چنین فشار ثابت و یک نواختی را که در یک جهت باشد ادامه نمی دهند. بهترین طول به طور معمول برای هر حیوان این نیست که کمی بلندتر از گوش فعلی باشد. حالا گوش فعلی هرچه هست. بهترین طول برای گوش یک کمیت ثابت مثلا 8 است اما انتخاب جنسی واقعا این ویژگی آزاردهنده را دارد که همواره دنبال یک حد مطلوب تحریک کننده است سلیقه ماده ها همیشه گوش های درازتر را برای نرمی طلبد بی توجه به اینکه گوش فعلی چقدر است بنابراین واقعا ممکن است تنوع کم شود و در این صورت انتخاب جنسی صورت نمی گیرد. ما متوجه می شویم در آن آرایه مردانه بیهوده اقراق شده است. به نظر می رسد با تناقضی رو, رو هستیم که شاید بتوان آن را تناقض محو تنوع نامید. راه حل لند برای این تناقض جهش است. از نظر او همیشه برای سوخت رسانی به موتور انتخاب به اندازه کافی جهش وجود دارد. دلیل اینکه پیش از این افرادی در این مورد تردید داشتند این بود که فکر میکردند هر بار فقط یک ژن جهش می میزان جهش در هر جایگاه ژنی پایین تر از آن است که تناقض محو تنوع را حل کند. لوند یادآور می شود که دوم و دیگر اعضایی که انتخاب جنسی روی آنها کار می کند. تحت تأثیر جنهای متفاوت بسیار زیادی پولیژنها هستند و اثر کوچک تک تک آنها به هم افزوده می شود. به علاوه ضمن پیشروی تکامل مجموعه پلیژنی مربوطه تغییر می کند. جنهای جدیدی به عنوان نیروهای تازه جلب می شوند و تنوع در طول دوم را تحت تأثیر قرار می دهند و جنهای قدیم کنار می روند. جهش ممکن است بر هر یک از این مجموعه های متغیر ژنی اثر بگذارد و به این ترتیب خود تناقض محو تنوع را محو کند و د همیلتون پاسخ دیگری برای این تناقض دارد پاسخ او به این مسئله مانند دیگر پاسخهای او به بیشتر مسائل در این روز انگل برگردیم به گوش خرگوش بهترین طول گوش شاید به عوامل صوتی مختلفی بستگی داشته باشد دلیلی ندارد فکر کنیم این عوامل به شکل یک نواخت در جهتی ثابت همراه با گذشت نسل ها تغییر می کنند. بهترین طول گوش برای خرگوش ممکن است یک چیز کاملا ثابتی نباشد. با این حال چنین نیست که انتخاب در یک جهت خاص آنقدر پیش برود که در بیرون از محدوده تنوعاتی که در خزانه ژنی فعلی وجود دارد قرار گیرد. بنابراین اصل تناقض محو تنوعی وجود ندارد. اما حالا نگاهی بیاندازید به آن محیط بسیار متغیری که انگل ها فراهم می کنند. در یک جهان پر از انگل به نفع توانایی مقابله با آنها انتخاب پرقدرتی وجود دارد. انتخاب طبیعی خرگوش‌های را ترجیح می دهد که کمتر از بقیه در معرض انگل های اتفاقی آن دوروبر باشند. نکته مهم این است که این انگل ها همیشه انگل های خاصی نیستند. بلا می آید می رفت. امروز ممکن است بیماری ویروسی خرگوش ها وجود داشته باشد سال دیگر تا اون خرگوشی سال بعد از آن ایدز خرگوشی و مانند اینها یا شاید خود ویروس بیماری خرگوش تکامل پیدا کند و بعد از یک دوره ده ساله دوباره سر و پیدا شود و با هر پاد سازگاری که خرگوش ها با آن رسیدهاند مقابله کند همیلتون چرخی بیپایانی از پاد سازگاری و پاد پاد سازگاری ترسیم می کند که در طول زمان در چرخشند و همواره تعریف بهترین خرگوش را به آمد می کنند. حاصل این که از قرار معلوم سازگاری برای مقاومت در مقابل بیماری با سازگاری با محیط واقعی بیرون تفاوتی عمده دارد. در حالی که ممکن است بهترین طول پا برای خرگوش یک چیز معین و ثابت باشد از نظر مقاومت در برابر بیماری یک بهترین خرگوش که چیز ثابتی باشد وجود ندارد. از آنجا که خطرناکترین بیماری های امروز چیز ثابتی نیست بنابراین بهترین خرگوش امروز هم چیز ثابتی نیست. آیا انگل ها تنها نیروی انتخابند که به این صورت عمل می کنند؟ مثلا شکارگرها و طعمه ها چطورند؟ همیلتون آنها را اساساً مانند انگل ها می پندارد. اما سرعت تکاملشان مانند سرعت بسیاری از انگل ها نیست. احتمالی که انگل ها تکامل پادسازگار ژن به ژن داشته باشند بیشتر از شکارگرها یا طعمه هاست. همیلتون چالش های چرخه انگل را در نظر گرفته و آن را مبنای این نظریه کلیتر می کند که اصلا چرا جنس ها وجود دارند. در اینجا ما با استفاده او از انگل برای حل تناقض محو تنوع در انتخاب جنسی سر و کار داریم به باور او مقاومت ذاتی نرها در برابر بیماری مهمترین معیاری است که ماده ها برای انتخاب نرها به کار میبرند بیماری چنان مصیبت فاجعه آمیزی است که ماده از هر توانایی ممکن کمک میگیرد تا وجود بالقوه بیماری را در نر شناسایی کند ماده که مثل یک پزشک با تشخیص درست عمل کند و فقط سالمترین نرها را برای جفتگیری انتخاب کند به ژن سالم در بچه هایش دست یافته است ولی چون مدام تعریف بهترین خرگوش عوض می شود همیشه یک چیز با اهمیت برای ماده ها در کار انتخابشان وجود خواهد داشت وقتی نرها را برانداز می کنند همیشه بعضی نرها خوب و بعضی بد هستند بعد از نرس ها انتخاب همه خوب نخواهند شد زیرا تا آن وقت انگلها ها هم تغییر کردند و به این ترتیب تعریف خرگوش خوب عوض شده است ژنی که مقاومت خوبی در مقابل یک ویروس خرگوشی دارد در مقابل نوع دیگری از آن ویروس که جهش یافته و وارد صحنه شده از چندان مقاومتی ندارد و به این صورت چرخه های نامشخص از تکامل بیماری ها در گردش است انگل ها هرگز کوتاه نمی آین و بنابراین ماده ها هرگز از جستجوی مدام خود برای یافتن نرهای سالم دست بر نمی دارن. نرها به این سختگیری ماده ها که مثل رفتار دکترهاست چگونه واکنش نشان می دهند؟ آیا آن ژن که ظاهر را سالم نشان می دهند برگزیده می شود؟ شاید در ابتدای کار چنین باشد اما بعد از آن انتخاب دقت تشخیص ماده ها را بیشتر می کند و آنها نرهای واقعا سالم را از نرهای ظاهر سالم تشخیص می دهند. همیلتون در نهایت بر این باور است که ماده ها چنان طبیبان حاضقی خواهند شد که اگر نرها خودی نشان بدهند آن خودنمایی بر اساس صداقت و درستی است اگر هر آرایه مردانه چشمگیر و اغراق شده باشد یقینا نشانی از تندرستی است نرها به شکلی تکامل یافتند که ماده به راحتی شاخص های سلامت آنها را اگر سالم باشند ببینند نرهای واقعا سالم از اینکه چنین نشانهایی را به نمایش بگذارند لذت میبرند آنها که سالم نیستند معلوم است که طور دیگریاند ولی چه میتوان کرد اگر حتی تلاشی هم برای ارائه گواهی سلامت نکنند آن وقت مادهها دربارهشان بعد جوری قضاوت میکنند به هر حال اگر برداشت ما این باشد که مادهها قصد درمان کردن نرها را دارند همه این بحث ها بیهوده است علاقه مادهها تنها به تشخیص است و این علاقه از روی لطف نیست. من حالا فکر می کنم دیگر لزومی ندارد در مورد استفاده از استعاره هایی مانند صداقت و نتیجه گیری بزخواهی کنم. به موضوع خودنمایی برمی گردیم. قضیه است که انگار ماده ها نرها رو مجبور کردن یک دماسنج طبی در دم دهانشان داشته باشند تا سلامتیشان به وضوح از روی آن خوانده شود. این تماسان چه ممکن است باشد؟ خب دم دراز و چشمگیر پرندهی بهشتی به را مجسم کنید قبلا تعریف دقیق این آرایه چشمگیر را توسط فیشر دیده ایم. تعریف همیلتون کمی واقع بینانه تر از آن است. اسحال نشانه رایج بیماری در پرنده هاست. ها اگر دمتان بلند باشد، اسهال آن را نامرتب می کند، کسیف می کند. اگر بخواهید نشان ندهید که اسهال دارید بهترین راه این است که دومتان کوتاه باشد بر همین اساس اگر میخواهید نشان دهید که اسهال ندارید بهترین راه داشتن یک دم خیلی بلند است در این صورت تمیز بودن دم خیلی بیشتر به چشم می آید اگر اصلا دم چندانی نداشته باشید ماده ها اصلا متوجه نمی شوند تمیز است یا نه و آن را که بدتر است به حسابتان می قصد همیلتون شرح این وضع خاص درباره دوم پرنده بهشتی نبود اما یک نمونه خوب بود از آن نوع توضیح ها که او میپسندد من همه جا از تشبیه رفتار ماده ها به دکتر در تشخیص و تشبیه رفتار نرها در آسان کردن کار ماده ها با حمل و نشان دادن دماسنج استفاده کردم توجه به دیگر لوازم پزشکها از جمله فشارسنج و گوشی پزشکی مرا به فکر پیشنهادهای دیگری در مورد انتخاب جنسی در انسان انداخت به طور خلاصانه را بیان می کنم گرچه به نظرم بیشتر جالبند تا معقول اول این نظر که چرا در انسانها استخوان آلت تناسلی از بین رفته است آلت مردانه در حالت نعوز به حدی محکم و سخت است که به کنایه گویند شاخ گرازه در واقع بسیاری از حیوانات پستاندار یک استخوان راست شبنده یک میلی آلت یا اسپینس دارند که به نعوز کمک می کند. مهمتر این که در نخستی های نزدیک به ما نیز چنین چیزی وجود دارد. مثلا در نزدیکتر از همه به ما شامپانزه. گرچه این استخوان در بسیار کوچک و احتمالا از نظر تکاملی در مسیر از بین رفتن است. ظاهرا گرایش به کوچک شدن این میله در نخستی ها وجود دارد. در گونه های ما و چند گونه دیگر از میمون ها کاملا از بین رفته است. بنابراین ما آن استخانی را که شاید به اجدادمان در داشتن یک نعوز خوب کمک می کرد نداریم. در عوض تکیه ما به یک روش هیدرولیکی طلم بمانند است که نمی توان آن را جز یک راه حل پر زحمت و از روی ناچاری دانست. به طرز بارزی نعوز دست کم برای موفقیت ژنی نرها در دنیای وحش ناکار آمد است چاره چیست؟ حتما یک میله در آلت؟ پس چرا چنین چیزی دوباره به وجود نمی آید؟ برای یک بار هم که شده زیستشناسان اهل مبانع ژنتیکی نمی بگویند نه تنوع لازم نمی تواند پیدا شود تا این اواخر اجداد ما دقیقا همین استخوان را داشتند و ما در واقع با تغییر مسیرمان آن را از دست داده ایم چرا در انسان نعوظ فقط با فشار خون ایجاد می شود متاسفانه پذیرفتنی نیست که سختی نعوظ معادل آن فشار سنج پزشکان باشد و ماده از آن برای سنجش سلامت نر استفاده کند ولی لازم نیست حتما از استعاره فشار سنج استفاده کنیم اگر به هر دلیلی عدم توانایی در نعوظ نشانه دقیق و یک کشتار اولیه در مورد عدم تندرستی جسمی یا روانی باشد آنگاه روایتی از این نظریه به دردمان میخورد تنها چیزی که ماده لازم دارد وسیله معتبری برای تشخیص سلامت است در کنترل هایی که پزشکان برای سنجش سلامت انجام می دهند معمولا آزمایش نوز وجود ندارد اغلب می زبانتان را بیرون بیاورید اما عدم نوز نشانه اولیه بیماری قندخون و بعضی بیماری های عصبی است. در اکثر موارد ناشی از عوامل روانی، افسردگی، اضطراب، تنش، کار بیش از حد، عدم اعتماد به نفس و مانند این هاست. در طبیعت نرهایی را میتواندید که در دستبندی های منقاری در ردی پایین تر قرار دارند. آنها به این مشکل مبتلایند. بعضی میمون ها از آلت صفت شده خود برای تهدید استفاده می کنند. قابل قبول است که ماده بتواند از روی کیفیت و توان آلت نر به هر نوع سرنخی درباره سلامت و توان او در مقابله با تنشا دست یابد اما وجود این استخوان را را میبندد استخان را همه دارند لازم نیست که حتما سالم یا قوی باشند. بنابراین فشار از سوی ماده ها نرها را به سمت از دست دادن میله آلت پیش برده است زیرا فقط در این صورت است که نرهای واقعا سالم و قوی می توانند نعوز محکمی داشته باشند تا ماده ها به تشخیص روشنی برسند در اینجا زمینه برای بحث احتمالی فراهم است می توان پرسید ماده های انتخاب کننده از کجا بدانند که آن سختی مربوط به استخوان بوده یا فشار هیدرولیکی چون ما بحث را از آنجا شروع کردیم که حالت نعوز این تصور را ایجاد می کند که استخانی وجود دارد اما بعید میدانم که بتوان ماده ها را فریب داد آنها هم مورد انتخاب قرار گرفتند در مورد آنها موضوع از دست دادن استخوان نبوده بلکه داوری آنها در مورد این استخوان بوده و فراموش نکنید در ماده هم چنین آلتی. البته در حالت بین اوز وجود دارد و این تقابل قابل ملاحظه است استخوان نمیتواند جمع و کوچک شود گرچه میتواند بسته شود شاید این وضعیت عجیب و دوگانه آلت تناسلی است که تضمین درست از آب درآمدن تبلیغات دستگاه هیدرولیکی می شود. حالا می رسیم به گوشی پزشکی. یک مسئله آزاردهنده در اتاق خواب خورخور است. خور شاید امروز به صورت یک گرفتاری اجتماعی جلوه کند ولی زمانی مسئله مرگ و زندگی بوده. در دل شب آرام خورخور خور صدای بلندی است. میتواند شکارگران را از دور دست به سوی خورخور کننده و گروهی که او در میانشان از جلب کند پس چرا آدم ها این همه خورخور می تصور کنید یک دسته از اجداد ما در یک کار پل استسم خابیدند و نرها هر کدام با آهنگ خاصی خورخور میکنند از مادهها کاری بر نمی جز اینکه بیدار بمانند و گوش کنند میپذیرم که نرها بیشتر خورخور میکنند آیا نرها اطلاعات مربوط به گوشی پزشکی را نیز به صورت آشکار و اقراق شده در اختیار ماده ها می گذارند؟ آیا کیفیت و تنین صدای خورخور آدم حاکی از سلامت مسیر تنفس اوست؟ منظورم این نیست که آدم ها فقط وقتی که بیمارن خورخور می کنند برعکس خورخور مثل فرکانس موج رادیوس که در هر حال به صورت یک نواخت ادامه دارد و نشانه است که به صورت یک شاخص دقیق با وضعیت بینی و حلق تنظیم می شود. این حقیقت که ماده ها آهنگ ترومپت مانند و روشن برش های بدون مانع را به خورخورهای ویروس زده ترجیح می دهند جایی حرف ندارد ولی اعتراف می کنم تصور اینکه که خودش دنبال یک خورخورو باشد برای ممکن نیست با این حال نظرهای شخصی افراد بد جوری بی اعتبار است شاید خود این قضیه طرح تحقیقی برای یک پزشک خواب زده بشود با چنین فکری ممکن است در شرایط مناسب به فکر امتحان آن نظریه دیگر نیز بیفتد این دو نظر را نباید زیاد جدی گرفت در صورتی که نظریه های کارآمدی یعنی که بتوانند نظریه همیلتون را در انتخاب نر از سوی ماده به سرانجام برسانند شاید جالب ترین نکته آنها این است که ارتباط بین نظریه انگل همیلتون و نظریه بار هاموس زهاوی را آشکار می کنند. اگر منطق مرا من در فرضیه ی آلت دنبال کنید، نرها با از دست دادن آن استخوان معلول شدند و این معلولیت اتفاقی نیست. علت موفقیت تبلیغات دستگاه هیدرولیکی دقیقا همین عدم موفقیت گاهگاه نعوز است. بیشک خوانندگان متون داروینی از طبعات این معلولیت با خبرند و همین در آنها ممکن است سبب ایجاد سوء شدید شده باشد من از آنها می خواهم قبل از خواندن یادداشت بعدی که نگاه جدیدی به اصل بار است از قضاوت خودداری کنند توضیح صفحه 159 زهاوی نظریه کاملا مخالفی به نام اصل بار را مطرح کرد من توضیح مختصری خدمتون تقدیم میکنم خارج از کتاب زهاوی نظرش این هستش که بعضی از موجودات فرض کنید پرنده رو مثال زد که دوم بلندش هرچه بلندتر باشه نشونه قدرت و توانه به خاطر اینکه سلامتشون رو نشون میده تا بس تو این مسیر به قدر پیش رفته که دوم حتی مانعی محسوب میشه برای گریز از دست شکارگر این سوال پیش میاد که چرا باید تکامل این رو مورد لطف قرار داده باشه و نسل چنین تابوسی ادامه پیدا کرده باشه توضیح زهاوی اینه که کسی در جلسه ای می نشینه و یک ساعت بسیار گرون قیمت رو موششه با طرف مقابل مذاکره میکنه داره بهش میگه که من کسی که توان این رو دارم که یه همچین ساعتی بخرم داشته باشم و تو نداری و تابوس با اون دم بسیار بلندش میگه من با این مشکل قادرم در عرصه جدل و جنگ برای بقا باقی بمونم پس توانم خیلی بالاتر از کسیه که این مشکل رو نداره یا اگر آهود از مقابل شیر داره یا پلنگ داره میدوه بپره بالا و به جهه در ارتفاع خیلی بالا و نشون بده که من این توانو دارم که به جای اینکه بگریزم در واقع عملیات نمایشی در مقابل تو انجام بدم این توضیح یک نظریه زهاوی هستش که به نظریه بار نظریه هندیکپت که به نظریه بار ترجمه شده حالا ادامه کتاب من در چاپ اول نوشتم من این نظریه را باور ندارم گرچه چندان هم به این شک خود مانند روزهای اولی که از آن باخبر شدم پایبند نیستم حالا خوشحالم که آن گرچه را آورده بودم چون حالا نظریه صحاوی برایم خیلی بیشتر از آن زمانی که این قسمت را می نوشتم پذیرفتنی است اخیرا چند نظریه پرداز معتبر هم آن را مورد توجه قرار دادند بدتر از همه این که همکارم آلن گرافن هم یکی از آنهاست. است همونطور که در چاپ قبلی گفته شد او این عادت آزار دهنده را دارد که همیشه درست میگوید گرافن نظریه کلامی زهاوی را به صورت مدل‌های ریاضی درآورده است و مدعی است که کارایی دارد مثل دیگران نیست که با نظر زهاوی بازی کرده و یک نسخه رنگ رو باخته از آن را به دست داده باشد بلکه او خود نظر زهاوی را به زبان ریاضی ترجمه کرده است گرچه حال گرافن روی یک روایت کاملا ژنی کار میکند که از بعضی جهات بر این مدل ایسس او پیشی خواهد گرفت من روایت اصلی ایسس را از این مدل او مورد بحث قرار خواهم داد البته منظورم نیست که این مدل ایسس در عمل نادرست است یک شکل تقریبی خوب است در واقع همه مدل های اس اس از جمله آنها که در این کتاب آمده به همین شکل تقریبی هند. اصل بار بالقوه به همه وضعیت هایی که در آن افراد سعی در پی بردن به کیفیات دیگران دارند مربوط می شود اما صحبت ما از نرهایی است که خود را پیش ماده ها به نمایش میگذارند این به خاطر روشن کردن مطلب است یکی از آن مواردی است که داشتن زمیر مؤنث و مذکر واقعا به درد میخورد گرافن خاطر نشان میکند چهار روی کرد به اصل بار ممکن است وجود داشته باشد که عبارتند از بار کیفی تو پرانتز نری با داشتن آن بار به زندگی ادامه داده است باید در موارد دیگر هم عملکردش خوب باشد بنابراین مورد انتخاب ماده قرار می گیرد. بار روشنگر دوی پرانتز نر کار دشوار را انجام می دهد تا توانایی های پنهان خود را به رخ بکشد. بار مشروط پرانتز اصلا فقط نر بسیار با کیفیت می تواند این بار را داشته باشد. و سرانجام قطعه مورد علاقه گرافن که آن را بار انتخاب راهبرد برد تو پرانتز نرها اطلاعاتی درباره ویژگی های خود دارند که آن را در مقابل ماده ها بروز نمیدهند و از آن اطلاعات در تصمیم گیری برای پذیرش بار اضافی یا میزان آن استفاده می کنند. قطعه بار انتخاب راهبرد گرافن قابلیت را دارد که به صورت ایسس تحلیل شود این فرض پیشین وجود ندارد که خودنمایی نرها پر هزینه یا بار اضافی است. برعکس آنها در ایجاد هر نوع جلو فروشی صادقانه باشد یا ظاهری گران باشد یا کم هزینه مختار هستند. اما گراف نشان می دهد با قبول این آزادی در ابتدای کار یک نظام باری احتمالا از نظر تکاملی باید پایدار باشد. چهار فرض اولیه گرافن اینها هستند. یک کیفیت واقعی نرها متفاوت است. کیفیت یک تصور مبهم و از روی غرور مثل احساس آدم به یک دانشکده قدیمی یا برادر خود نیست. توی پرانتز یک بار نامه از یک خواننده دریافت کردم که نتیجه گرفته بود امیدوارم فکر نکنید این نامه از روی تفرعون است. آخر من یک سه نقطه هستم پرانتز بسته از نظر گرافن کیفیت یعنی نرهای خوب و نرهای بد وجود دارند به این مفهوم که اگر ماده ها با نرهای خوب جفت شوند و از نرهای بد دوری کنند از نظر ژنی به نفعشان است کیفیت به معنی چیزی مانند توانایی مردانه دو سری توانایی یافتن تعمه و توانایی ساختن لانه خوب است. صحبت از موفقیت نهایی در تولید مثل نیست. زیرا این قضیه به این بستگی دارد که ماده ها آنها را انتخاب بکنند یا نه. صحبت از آن در اینجا به معنی مسلم پنداشتن آن است. ولی چیزی است که ممکن است از این مدل بیرون بیاید یا نیاید. دو ماده ها نمی توانند به طور مستقیم متوجه کیفیت نر شوند مگر اینکه از روی تظاهرات او قضاوت کنند در این مرحله درباره اینکه این, این خودنمایی ها حقیقی اند یا نه بحث نمی کنیم صداقت چیز دیگری است که باز ممکن است از آن مدل بیرون بیاید یا نیاید آن را هم مدل باید نشان دهد مثلا ممکن است نر شانه های پری داشته باشد که به اشتباه نشان دهنده هیکل و قدرت باشد کار این مدلی این است که بگوید آیا چنین نشانه دروغینی از نظر تکاملی پایدار است یا انتخاب طبیعی معیارهای شرافتمندانه صادقانه و قابل اعتماد را از خودنمایی ها بر گذیند و تفکیک می کند. برخلاف ماده ها که چگونگی نرها را با چشم میسنجند، نرها خودشان به مفهومی از کیفیت خود با خبرند. و از راه بردی برای به جلوه درآوردن آن استفاده می کنن که روش خودنمایشان بر اساس آن کیفیت باشد طبق معمول منظور از باخبرند این نیست که آگاهانه از آن مطلعند ولی فرض بر این است که نرها ژنهایی دارند که بسته به وضعیت کیفیاتشان فعال می شوند تو پرانتز و امکان دستیابی به این اطلاعات یک فرض غیر معقول نیست زیرا ژنهای یک نر در بیوشیمی درون او قوطهور است و خیلی بهتر از ژنهای یک ماده نسبت به کیفیات او پاسخ میدهد پرانتز بسته دنبال نرها قاعده های مختلفی دارند مثلا یک نر ممکن است از قاعده دومی را نشان بده که اندازش با میزان سلامت متناسب باشد پیروی کند و یک نر دیگر از قاعده عکس آن پیروی کند این به انتخاب طبیعی این امکان را میدهد که با انتخاب از میان نرهایی که به طور ژنی برای استفاده از قاعده های متفاوت برنامه ریزی شده اند قواعد مربوط را تنظیم کند لازم نیست سطح خودنمایی مستقیما متناسب با کیفیات واقعی باشد در واقع هر نری ممکن است عکس یک قاعده را برگزیند تنها چیز لازم این است که نرها طوری برنامه ریزی شوند که نوعی قاعده برای نگریستن به کیفیات خود داشته باشند و بر اساس آن سطحی از خودنمایی اندازه دوم یا شاخ را انتخاب کنند اینکه کدام یک از قاعده های احتمالی سرانجام از نظر تکاملی با ثبات خواهد بود باز چیزی است که آن مدل در پی یافتنش است چهار ماده ها هم به موازات این قاعده برای خودشان دارند. در آنها قاعده های انتخاب نر بر اساس توان خودنمایی نر هاست. توی پرانتز یادتان باشد آنها یا در واقع ژن امتیاز آگاه بودن از کیفیات نر را ندارند. پرانتز بسته برای مثال یک ماده ممکن است از این قاعده پیروی کند. کلا نرها را قبول کن ماده دیگری ممکن است این قاعده را به کار ببرد خودنمایی نرها را کلا ندیده بگیر و باز یکی دیگر این قاعده را که عکس آنچه را خودنمایی نشان می دهد در نظر بگیر بنابراین تصور این است که نرها برای ربط کیفیاتشان به سطح خودنمایی از قاعده های متفاوتی استفاده می کنند و ماده هم در قواعدی که برای ربط انتخاب جفت با سطح خودنمایی آنها دارند با آنها متفاوت است. در هر دو مورد این قواعد مدام در تغییر و تحت تأثیر جنها هستند. تا اینجا در بحث ما نر میتواند برای ربط دادن کیفیاتش به خود هر, هر قاعده را انتخاب کند. ماده هم می هر قاعده ای را برای ربط خود نمایی نرها به انتخاب خود برگزیند. جدا از طیف این قواعد احتمالی نرها و ماده ها ما در پی یافتن یک شفت قاعده ایم که از نظر تکاملی پایدار باشد این کمی شبیه مدل وفادار هوسباز و کمرو هرزه است از این نظر که میخواهیم یک جفت قاعده پیدا کنیم که از نظر تکاملی برای نر و برای ماده پایدار باشد منظور از پایداری پایداری دو سوی است این دو قاعده باید هم به تنهایی و هم در حضور یکدیگر پایدار باشند اگر بتوانیم چنین قاعده های از نظر تکاملی پایدار پیدا کنیم آنگاه باید ببینیم در جامعه ای که نرها و ماده ها از چنین قواعدی پیروی می کنند اوضاع چگونه است مخصوصا ببینیم آیا همان جهان باری است که زهاوی پیش بینی کرده است خود گرافن دست به کار یافتن این جفت قاعده های دو جانبه پایدار شد اگر من به جای او این کار را به عهده می گرفتم احتمالاً با شبیه سازی های کامپیوتری طاقت فرسا بسیار خودم را خسته می کردم. یک رشته نر در کامپیوتر ردیف می کردم که در ربط کیفیاتشان با خودنمایی از قاعده های مختلف پیروی می کردم و همچنین یک تعداد ماده که راه مختلفی را برای انتخاب نر بر مبنای سطح خودنمایی آنها پیش می گرفتند. آنگاه میگذاشتم نرها و ماده ها درون کامپیوتر به سر و کوله هم بپرند و در صورت رضایت ماده جفتگیری کنند و قواعدشان را چه نر باشند چه ماده به پسران و دخترانشان منتقل کنند البته ممکن بود افراد بسته به کیفیات ذاتی خود به زندگی ادامه دهند یا از بین بروند با, برون. با گذشت نسها هم تغییر در هر قاعده مربوط به نر یا ماده خود را به صورت تغییر در بسامد آن جمعیت نشان میداد هر از گاهی نگاهی به درون کامپیوتر میانداختم تا ببینم آیا یک مخلوط پایدار تشکیل شده است یا نه به صورت نظری این روش خوب است ولی در عمل با مشکلاتی روبروست خوشبختانه ریاضیدان ها توانند با استفاده از چند معادله و حل آنها به نتیجه همان شبیه سازی برسند گرافن این کار را کرد من در اینجا نه استدلال ریاضی و نه فرضهای پرتول و تفصیل را میآورم در عوض مستقیما به نتیجه کار میپردازم او واقعا به یک چفت قاعده ای از نظر تکاملی پایدار دست یافت حالا سوال اصلی این است آیا می توان با ایسس گرافن به همان دنیایی رسید که زهاوی به عنوان دنیای بارها و صداقت مشخص کرده بود پاسخ مثبت است گرافن پیپورت که به واقع ممکن است یک دنیای از نظر تکاملی پایدار با ویژگی های, های زیر وجود داشته باشد. یک نرها برغم آزادی در انتخاب قاعده ای برای سطح خودنمایی سطحی را بر که به درستی کیفیت واقعیشان را نشان دهد. حتی اگر به خاطر پایین بودن سطح کیفیت واقعیشان مورد نکوهش قرار گیرند. دو ماده ها آزادی در انتخاب راه پر جهت واکنش به خودنمایی نرها نهایتا راه برده به نرها اعتماد کن را برمیگزینند. در ایساس، ماده ها به طور موجهی اعتماد می کنند. خودنمایی پرهزینه است. به عبارت دیگر اگر به نفعی می توانستیم اثر کیفیات و جذابیت را ندیده بگیریم برای نر بهتر این بود که خودنمایی نکند. ی پرانتز به این ترتیب در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌کرد و کمتر در معرض دید شکارگر قرار می‌گرفت. پرانتز بسته خودنمایی نه تنها پرهزینه است بلکه به خاطر پرهزینه بودن است که صورتهای مختلفی به خود می گیرد. هر روش خودنمایی با دقت تمام برگزیده می شود. زیرا این کار با این فرض که شرایط دیگر یکسان باشد عملا عملکرد فرد خودنمایی کننده را پایین می آورد. چهار خودنمایی برای نرهای کمتوان پرهزینه است. یک سطح خاص از خودنمایی یک نر ضعیف را در معرض خطر بیشتری قرار می دهد تا یک نر قوی را از خودنمایی های پرهزینه نرهای کمکیفیت بیش از نرهای با کیفیت ضرر می کنن. این ویژگی ها به خصوص شماره سه همه تمام و کمال زهاوی این ارائه آنها توسط گرافن که نشان می دهد در شرایط مناسب از نظر تکاملی پای دارند پذیرفتنی است. اما استدلال منتقدان زهاوی هم بر چاپ اولین کتاب تأثیر گذاشته است. آنها به این نتیجه رسیده بودند که نظر زهاوی در مورد تکامل کارایی ندارد. به نظر می رسد، نباید نتایج گرافن را کاملا بپذیریم. مگر اطمینان پیدا کنیم در جایی اگر چنین جایی یافت شود از اظهار نظرهای قبلی اشکالی وجود دارد. فرض آنها چه بوده که به نتیجه متفاوتی رسیدن؟ ظاهرا بخشی از پاسخ به این سوال ممکن است این باشد که نگذاشتند حیوانهای فرضیشان از میان یک رشته پیوسته از راهبردها گزینش کنند یعنی آنها نظرهای کلامی زهاوی را به یکی از سنوتعبیری که گرافن پشت سر هم آورده بار کیفیتی بار روشنگر بار مشروط برگرداندند آنها هیچ روایتی از مورد چهارم بار انتخاب راهبردی در نظر نگرفتند نتیجه این شد که یا اصلا نتوانستند اصل بار را عملا پیاده کنند یا فقط در شرایط انتظاعی ریاضی قابل اجرا بود که آن حالت دوگانه زهاویایی را نداشت علاوه یک مشخصه ضروری تفسیر انتخاب راهبرد اصل بار این است که در ایسس افراد با کیفیت بالا و افراد با کیفیت پایین همه از یک راه برد استفاده می کنند. خود را آنطور که هستی نشان بده. در مدل های قبلی تصور بر این بود که افراد با کیفیت بالا راهبردی متفاوت از نرهای با کیفیت پایین دارند و بنابراین خودنماییشان تفاوت دارد. گرافن برعکس، فرضا بر این می‌گذارد که در ISS تفاوت بین خودنمایی های با کیفیت بالا و خودنمایی های با کیفیت پایین ناشی از این است که همه راهبردی یکسانی را در پیش گرفتند و تفاوت در خودنمایی هاشان به خاطر تفاوت در کیفیتشان است که بنابر قاعده علامت دهی صادقانه ارائه می شود همواره پذیرفته این که این آرایه ها مثل دوم تابوس در واقع بار محسوب می شوند و دانسته ایم علا رقم این که درد سر هستم به صورتی اقراق شده تکامل می آبند. مخصوصا در نتیجه انتخاب جنسی آن بخش از نظریه زهاوی که همه ما با آن مخالف بودیم این بود که انتخاب به این دلیل آن آرایه ها را بر می گذیند که برای فرد علامت دهنده بار محسوب می شوند. در اینجاست که از آلن گرافن آشکار و رفع شبه می شود. اگر بحث گرافن درست باشد که به نظر من هست حاصل اهمیت زیادی است که بررسی کلی این نشانه ها در حیوانات داشته است. شاید حتی لازم باشد در کل دیدگاهمان نسبت به تکامل رفتار در نگرش ما نسبت به بسیاری از موضوعهای مورد بحث این کتاب یک تغییر اساسی ایجاد شود. خودنمایی جنسی فقط یکی از انواع خودنمایی هاست. اگر نظریه زهاوی گرافن درست باشد نظر زیستشناسان را در مورد رابطه بین رقیبان همجنس بین والدین و فرزندان و بین دشمنان از گونه های مختلف تغییر خواهد داد من این دورنما را تا حدی نگران کننده می بینم زیرا به این معنی است که دیگر نمی توان نظریه های مبتنی بر بیخردی های بیحد و مرز را با تکیه به معرفت عمومی از میدان بدر کرد اگر ببینیم جانوری کار واقعا مسخره ای می کند مثلا به جای فرار از مقابل شیر روی سر خود می ایستد بگوییم شاید این کار را برای جلب توجه یک ماده می کند شاید هم برای جلب توجه شیر که بگوید من چنان حیوان چابکی هم که اگر بخواهی مرا بگیری وقتت را هدر داده ای اما مهم نیست چیزی از نظر من چه اندازه احمقانه باشد نظر انتخاب طبیعی ممکن است چیز دیگری باشد در صورت یک جانور در جلو یک دست شکارگر کل ملق میزند که این کار بیش از آن که او را در معرض خطر قرار دهد قدرت او را به رخ آنها بکشد همین پرخطر بودن است که کار را به جلوه می آورد البته انتخاب طبیعی خطرپذیری نامحدود را ترجیح نمی دهد در آنجا که تظاهرات جنبه کل خری پیدا کند خوش آقبت نخواهد بود در نظر ما خودنمایی پرهزینه یا پرخطر ممکن است احمقانه باشد ولی در واقع ما کاری نیستیم این خود انتخاب طبیعی است که تصمیم میگیرد